حله؟ بله بفرمایید. بسیار عالی. درود و وقت بخیر عرض میکنم خدمت همه همکاران حاضر در جلسه و عزیزانی که ما رو در فضای مجازی دنبال میکنن. امروز یک شنبه 13 نوامبر 2022 و مطابق با 22 آبان 1401 ساعت تقریبا 13 به وقت اروپای مرکزی در حال برگزاری جلسه نمایندگی اروپا کانون دفاع از حقوق بشر در ایران هستیم. همون جور که حالا به دوستان اطلاع داده شد، جلسات نمایندگی با توجه به برنامه ریزی های جدیدی که هیئت مدیره کانون انجام دادن به این صورت برگزار میشه که بخش اخبار جلسه حذف شده و به کمیته ها انتقال داده شده که کمیته ها این بخش رو انجام بدن فقط، و در بخش سخنرانی ها که ما 3 سخنران داشتیم قرار شد که 1 سخنران باشه و وقت بیشتری داشته باشیم برای بحث آزاد. به همین خاطر جناب آقای پویا طالب‌زاده در رابطه با هدف 16 سند 23 یونسکو سخنرانی رو انجام میدن و مقایسه میکنن هدف 16 رو با قانون اساسی جمهوری اسلامی، و آقای سپهر رضایی اجازات 1401 ایران و سوریه ایراد خواهند کرد، و در پایان بحث آزاد داریم در رابطه با موضوع حق آزادی بیان و یا عقیده در ایران، که دعوت میکنم از همه دوستان تو این بخش صحبت کنن، چیزی که مدت هاست ما باهاش مشکل داریم و یک جورایی دوست داریم که صدای مردم باشیم در ایران. به همین خاطر خواهش میکنم که دوستان در این باره نظرات شخصی خودشون، تجربیات خودشون رو همینجا اعلام کنن، صحبت کنن در رابطش، شاید روشنگری باشه که دوستان و هممیهنانمون و خانواده های خودمون هم بتونن آگاهی بیشتری داشته باشن. منشی جلسه سرکار خانم نادیا مشرف هستن و ادمین و ضبط صدا سرکار خانم لیلا رمضان، جناب آقای سپهر رضایی شایان و مسئول جلسه خودم مهرداد یگانه. دعوت میکنم از آقای پویا طالب‌زاده اگر که آماده هستن دست خودشون رو بالا ببرن تا ما بتونیم مایک رو براشون آزاد کنیم. عرض سلام و درود مجدد خدمت همکاران گرامی. موضوع سخنرانی در مورد بررسی هدف 16 سند 23 یونسکو و مقایسه آن با قانون جمهوری اسلامی ایران. ترویج جوامع صلح‌طلب و فراگیر برای توسعه پایدار، دسترسی به عدالت برای همه و ایجاد نهادهای مؤثر، پاسخگو و فراگیر در تمامی سطوح. همونطور که اطلاع دارین به چند تا موضوع اشاره میکنه هدف 16، که اولیش کاهش همه اشکال خشونت و مرگ و میرهای ناشی از آن، پایان دادن به سوء استفاده و استثمار کودکان، گسترش عدالت برای همه، مبارزه با جرایم سازمان یافته و کاهش جریان غیرقانونی پول و اسلحه، کاهش قابل ملاحظه فساد و رشوه‌خواری، پاسخگویی و شفافیت مؤسسات، تضمین تصمیم‌گیری نتیجه بهش و مشارکت و نمایان همه افراد جامعه، تقویت حضور کشورهای در حال توسعه در نهادهای بین‌المللی مانند سازمان ملل متحد، تأمین هویت قانونی از جمله خدمات ثبت و احوال برای همه، تأمین دسترسی عمومی به اطلاعات و پاسداشت آزادی‌های بنیادین، مبارزه با تروریسم، ترویج و اجرای قوانین عاری از تبعیض برای توسعه پایدار. ما سعی می‌کنیم دونه به دونه این موضوعات رو مورد بحث قرار بدیم. اولین موضوع که کاهش همه اشکال خشونت و مرگ و میرهای ناشی از آن. آمارهای رسمی، مشاهدات عینی و پژوهش‌های جامعه شناسان و روانشناسان بیانگر رشد خشونت در عرصه‌های مختلف زیست اجتماعی در ایران است. این مسئله علاوه بر ابعاد نگران کننده و آثار بسیار مخرب خشونت، از این جهت بسیار با اهمیت است که فرهنگ شایع و رایج ایرانی از دیرباز همراه با نوعی تاباوری، همزیستی، مدارا، سهلگیری و مسامحه در روابط فردی و اجتماعی قرین و همراه بوده. رشد و افزایش خشونت علاوه بر آثار جبران ناپذیر فرهنگ،
و زیست تاریخی جامعه ایران نیز به مخاطره و به چالش می کشد. نکته مهمتر آن که خشونت خصلتی تضادی دارد. به تعبیر بهتر خشونت خشونت می آفریند. تعاریف مختلف در خشونت شده. روانشناسان عمدتا خشونت را رفتاری مبتنی بر قصد و اراده به منظور آسیب وارد کردن جسمی و روحی به فرد دیگر تعریف کردند که شامل خشونت‌های کلامی و فیزیکی می‌شود. در این میان آمارها و داده‌های علمی و مشاهدات عینی حکایت از رشد معنادار خشونت کلامی و پرخاشگری در جامعه دارد. آمارهای ضرب و شتم و آسیب‌های جسمی نیز از این رشد برخوردار شده. ما می‌تونیم به دلایل مختلفی در مورد مسائل افزایش خشونت مورد بررسی قرار بدیم که اولیش میتونه کاهش افت محسوس تامین نیازهای اساسی در بخش مهمی از طبقات جامعه به خصوص نیازهای معیشتی و رفاهی و ناکامی در تامین حداقل نیازهای معیشتی از عوامل مهم رشد خشونت در جامعه شده. موضوعی که تو قانون اساسی ایران هم بهش اشاره کرده و اینو جزء مهمی در نظر گرفته که قابل تر بوده و مهمترین اصول حقوق بشر دوستانه بوده، ولی متاسفانه در میان انبوهی از فریادها، عصبانیت‌ها، عبارات‌های کوتاه و بسیار نامطبوعی، ناکامی‌های جامعه در زمین‌های مختلف به خصوص فاصله طبقاتی، بحران اشتغال، گرانی‌های روزافزون و مسائل دیگه به وضوح قابل مشاهده است. درک این نکته بسیار مهم است که با یک جامعه آسیب دیده و ناکام نمیتوان گفتگوی فاخر فرهنگی و ارتباط مؤثر اخلاقی و امید به تربیت و تعلیم شایسته و درخور را داشت. در یک جامعه آسیب دیده و کم بهره مند ارزش‌ها به مآب می‌روند. دومیش ناکامی‌ها منجر به یک آسیب بزرگ دیگر در جامعه می‌شود که روان‌پریشی آسانه تحمل و تاب‌آوری را در انسان‌ها به شدت کاهش می‌دهد. از آثار روان‌پریشی خشم زودرس و عدم کنترل آن است. خشونت کلامی در بسیاری از مواقع منجر به آزارها و آسیب‌های جسمی می‌شود. از رهگذار روان‌پریشی سلامت روحی روانی انسان‌ها به شدت به مخاطره می‌افتاده. از جمله گزارش‌های نگران کننده که در ارتباط با خشونت و ناکامی ارائه شده است، افزایش خشونت میان زنان و مردان در بستر خانواده است. خانواده در ایران همچنان از مؤثرترین نهادهای اجتماعی است که نقش مهمی را در تربیت، تعادل، انتقال فرهنگ و پایداری مناسبات فرهنگی و اخلاقی و سلامت روحی روانی ایفا می‌کند. گسترش خشونت و افزایش روزافزون آن در خانواده علاوه بر پیامدهای منفی دیبا و ایجاد احساس ناامنی و بحران در روابط اجتماعی و تأثیر جبران ناپذیر در تربیت فرزندان خود عامل مهمی در افزایش خشونت در جامعه می شود. فقدان ارتباطات عاطفی در خانواده به سرعت به جامعه تسری پیدا میکنند و به جامعه به جای تفاهم آوردگاهی برای تقابل می شود. شرایط بیرونی مانند ناکامی و احساس محرومیت محرک بسیار نیرومندی برای گسترش خشونت ورزی در ابعاد فردی و اجتماعی هم. هرچند همه ابعاد خشونت به ناکامی و احساس آن منحصر نمی شود، اما قطعا از عوامل خشونت و گسترش خشونت فردی، خانوادگی، اجتماعی، ناکامی و احساس محرومیت، احساس تبعیض و بی‌عدالتی در جامعه است. حالا متاسفانه ما در جامعه امروز ایرانی همونطور که به دلایلی که ذکر شد بالا شاهد خشونت روزافزون هستیم. تعدادی از درگیری‌ها و این خودسوزی‌ها و همه این چیزایی که ما مشاهده می‌کنیم بیشتر شده و دولت هم راهکار خاصی رو ارائه نمیده و این فشارهای روانی به خاطر حالا مسائل درآمدی، اجاره خونه و شغل، می‌بینیم که هر روز محیط داخل خونه و محیط بیرون رو به یک محیط افسرده و ناخوشایند تبدیل کرده. دومین موضوع پایان دادن به سوء استفاده و استثمار کودکانه. کار کودکان باعث استثمار آنها می شود. برای آنها مضر است و فرصت‌های زندگی سالم از آنها سلب می‌کند. ولی با این حال کار کودکان در سراسر جهان رایج است. هر نوع کاری که توسط کودکان انجام می‌شود، آنها را از تواناییشان و رشد فردی محروم می‌کند. همچنین برای سلامت جسمی و روانی آنها مضر است. به عنوان کار کودکان تعریف می شود. هیچ آمار معتبر بین‌المللی در مورد کار کودکان وجود ندارد. با این حال آخرین برآورد سازمان بین‌المللی کار نشان می‌دهد که 152 میلیون کودک کار در سراسر جهان کودک کار هستند که تقریباً برابر با یک کودک از هر 10 کودک در سراسر جهان است.
طبق بررسی‌ها بیش از 95% این کودکان در کشورهای در حال توسعه هستند. در ایران مطالعات مختلفی به بررسی کار کودکان در زمینه‌های مدیریت خشم، اعتماد اجتماعی، وضعیت تغذیه سوء، مصرف مواد و رشد کودکان کار پرداختند، ولی با این وجود هیچ یک از این موضوعات، موضوع استفاده از آنها در محیط کار به ویژه شیوع و عوامل مرتبط با آن را بررسی نکردند. به گفته پژوهشگران این مطالعه با توجه به شیوع بالای کودک آزاری در محیط‌های کاری، آموزش کارفرمایان در مورد رفتارهای آزاردهنده، عواقب قانونی و حقوق کودکان برای بهبود درک آن از مسئولیت‌های خود و در نتیجه پیشگیری از بدرفتاری با کودکان ضروری است. این محققان معتقدند که دولت باید راهبردهای پیشگیری از سوء استفاده در محل کار مانند بازرسی‌های منظم را ایجاد کند و اجرا کند تا کارفرمایان را پاسخگو نگه دارد. همچنین لازم است سازمان‌های غیردولتی، داوطلبان و فعالان اجتماعی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم با کودکان کار می‌کنند از سوء استفاده‌های احتمالی تجربه شده در محیط‌های کاری و عوامل خطر آن آگاه باشند. این هم به ارائه خدمات مؤثرتری برای پیشگیری، درمان و حمایت کودکان کار کمک می‌کند. برای مثال سازمان‌های غیردولتی با اینکه کودکان با کودک کار می‌کنند، با اولویت بندی خدمات خود می‌توانند منابع بیشتری را برای توانمندسازی آموزش کارگران دختر کودکان کوچکتر، کودکانی که در مشاغل خارج از خانه کار می‌کنند و کسانی که به تنهایی یا با یک والدین زندگی می‌کنند اختصاص دهند. کودکان کار در جامعه دچار فشارهای زیادی هستند و این هم باعث می‌شود در بزرگسالی نیز زندگی سختی داشته باشند. مشکلات اقتصادی مستقیما زندگی خانواده‌های محروم، حاشیه‌نشین و کارگر را تحت تأثیر قرار داده. اولین قربانی این خشونت‌ها کودکانی هستند که موجب به ترک تحصیل و ورود به بازار کار می‌شوند. دولت ایران چشمان خود را به این فاجعه روبروش بسته. علی‌رغم ادعای دولت مبنی بر دفاع از فقرا، آمار نگران کننده نشان می‌دهد که بیش از 1 میلیون کودک کار در کشور وجود دارند که از مشکلات متعدد رنج می‌برند. واضح است که با ادامه تورم و مسائل اقتصادی، جمعیت کودکان کار در سالهای بعد افزایش چشمگیری خواهد داشت. دو تا مسئله خیلی مهمی که باعث این مشکل شده به نظر من که فقدان آموزش، یعنی فقدان آموزش در میان اقشار فقیر جامعه که دلایل اصلی شروع زود هنگام کودکان برای کار، اینکه افراد ناآگاه و بی‌سواد از آنجایی که آسیب‌های جسمی و روحی مضر محیط‌های کاری را برای کودکان آگاه نیستن، کار در سنین پایین‌تر رو خیلی مهمتر از درس خوندنشون میدونن. این کار باعث میشه که کودکان فقیر از عهده آموزش مناسب برای کودکان برنیان و همچنین اهمیت آموزش ابتدایی را در زندگی کودکان درک نمی‌کنن. کودکان بسیاری به جای تحصیل در مدرسه وارد کارهای مانند دستفروشی، شاگردی در مغازه، زباله‌گردی، کارهای خانگی و غیره میشن. و دومین مسئله اقتصاد غیر رسمی. کارگرانی در اقتصاد غیر رسمی تحت قانون کار و حمایت اجتماعی قرار نمیگیرند. در کشور بسیاری از تولید کنندگان از کودکان برای تولید محصولات مختلف استفاده میکنند. کارگاه‌های زیرزمینی با استخدام کودکان به جای بزرگسالان که به نوبه خود دستمزد بسیار کمتری دریافت میکنن، مجبور میشن بسیار بیشتر کار کنن و هزینه‌های تولید رو کاهش بدن. افزایش تعداد کودکان کار در ایران یکی از مشکلات مهمی است که کشور به سختی با آن دست و پنجه نرم میکنه. کار و زندگی در خیابان مشکلات زیادی رو برای کودکان خردسال ایجاد میکنن که مهمترینش میتونه رشد جسمی و جنسی و ذهنی آنها بشه و پیامدهای منفی بسیاری را در پی دارد. حالا متاسفانه ما این روزی پشت هر چراغ قرمزی که وامیسیم شاهد کودکان کار هستیم که دارن دستفروشی، حالا گلفروشی و کارهای دیگه و حتی کودکای زباله‌گردی که شاهدش هستیم، نشون میده که دولت برنامه و اراده خاصی و قوی برای این مشکل به این بزرگی نداره و متاسفانه ما در آینده بکنم بیش از پیش شاهد این مشکل باشیم. سومین مسئله گسترش عدالت برای همه. گسترش عدالت با آموزش عالی محرومیت زدایی یکی از شعارهای زیبایی که سالهای زیادی از طرف مسئولین داده میشه، اما ظاهرا این موضوع در گذر زمان فراموش شده یا اساسا جز اولویت‌های مسئولین نبوده. مردم هم به وعده‌هایی که این سالها داده شده اما عملی نشدن عادت کردن. دادن یارانه به مردم از دادن برنامه‌های محرومیت زدایی بوده، اما تورم افسار گسیخته‌ای که شاهدان هستیم باعث شده حتی به نقطه ابتدایی محرومیت زدایی نرسیم.
محرومیت‌زدایی با وعده دادن عملی نمی‌شود. انجام یک کار بنیادی مثل ایجاد اشتغال می‌تواند قدم مهمی در این راه باشد. اما اشتغال نیز نیاز به امنیت سرمایه‌گذار دارد تا فرد سرمایه‌گذار بتواند آینده را پیش‌بینی کند. اما در شرایطی که در کشور ما با توجه به سیاست‌های نادرست اقتصادی آینده غیر قابل پیش‌بینی شده و تغییرات آنقدر سریع در جامعه اتفاق می‌افتد که قادر به پیش‌بینی شرایط چند ساعت آینده هم نیست. در این شرایط بخش خصوصی سرمایه گذاری نمی کند، بلکه دولت نیز به جای سرمایه گذاری برای ایجاد اشتغال در جای دیگری سرمایه گذاری می کند که اشتغال آفرین نسبت و تعداد شغل‌هایی که در اثر عدم امنیت اقتصادی در کشور ما از بین می رود در مقایسه با آماری که از اشتغال دولت ارائه می شود قابل مقایسه نیست، چرا که دولت حتی یک ساعت کار را در هفته جزء اشتغال به حساب می آورد که این موضوع قابل قبول نیست. نکته مهم این که باید به فکر سیاست‌های بلند مدت بیاییم تا بتونیم در کنار محرومیت زدایی به شکوفایی اشتغال و اقتصاد برسیم. اما متاسفانه سیاست‌های غلط از این برنامه‌ها هم دور افتادیم و اگر امروزه بتوانیم وضعیت فعلی را تا رسیدن به فردا حفظ کنیم باید شاکر باشیم. موضوع تحصیلات عالی رایگان که در دراز مدت نمی‌توان به عملی شدن آن امیدوار بود، نکته دیگری است که باید به آن اشاره کنم. تقویت نیروی انسانی ماهر در کنار ایجاد اشتغال، امنیت شغلی در دراز مدت و اعتماد به آینده در کنار داشتن آرامش میتواند دایره‌های به هم پیوسته‌ای را تشکیل دهد که به پیشرفت هر چه بیشتر کشور و گسترش عدالت کمک می‌کند. عدالت اجتماعی یکی از دلالت‌های مفهوم عدالت است که منظور از آن تخصیص منصفانه منابع در یک جامعه است. به این معنا قانون باید به سطح قابل قبولی از عدالت واقعی و رسمی دست یابد و باید توزیع منصفانه منابع و برابر فرصت‌ها را تضمین کند. ما شاهد اینیم که منابع و حمایت‌ها توی حکومت جمهوری اسلامی اختصاص می‌گیره به ارگان‌های خاصی که جمهوری به خود جمهوری اسلامی تعلق دارند و بقیه مردم از آن بی‌بهره هستند. و عمدتاً برای جمهوری اسلامی مهم نیست که مردمش حتی در برآورده کردن نیازهای اولیه خودش هم ناتوان باشه. چهارمین موضوع مبارزه با جرایم سازمانی یافته و کاهش جریان غیرقانونی پول و اسلحه که داخل ایران هم قانونی که مشتمل به 17 ماده و 5 تبصره در موردش وضع شده، ولی ما عملا شاهد اونیم که اصلا اجرا نمیشه. در سالهای اخیر فساد اداری به حدی در کشورهای مختلف رشد پیدا نموده که سازمان ملل متحد در بند 5 و 6 از هدف 16 سند 23 یونسکو از کشورهای جهان تقاضا نمود که در راه تقویت مبارزه با فساد و رشوه‌خواری و شفافیت در مؤسسات و ارگانهای دولتی و غیر دولتی تلاش کنند. فساد اداری پدیده شومی است که بر نظام اداری دولت‌ها سایه انداخته و هر لحظه دوام و پایداری دولت‌ها را به لرزه می‌اندازد. برخی سازمان‌های جهانی از جمله سازمان شفافیت بین‌المللی به بررسی پدیده فساد در دولت‌ها می‌پردازد و هر ساله آماری از وضعیت فساد و موجود در دستگاه اداری کشورهای جهان را ارائه می‌دهد. در سال 2020 از 180 کشور بررسی شده بیش از 90 کشور از 100 امتیاز تنها 50 امتیاز کسب نمودند که این آمار بیانگر فساد اداری گسترده در سطح جهان میباشد. ایران با کسب امتیاز 25 و با سه پله سقوط در رده 149 کشورهای مثل تاجیکستان، لبنان، نیجریه و موزامبیک در وضعیت بدتری قرار گرفته است. نگاهی به این آمارا نشان می‌دهد که کشورهای در حال توسعه و جهان سوم بیشتر در معرض این پدیده شوم بوده که مهمترین دلیل آن فقدان قانون و از همه مهمتر فقدان اراده و فرهنگ عمومی برای اجرای قانون مبارزه با فساد است. از سال 1385 قانون الحاق دولت جمهوری ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد امضا مورد اجرا قرار گرفت، اما با این حال همواره شاهد افزایش فساد مؤسسات و سازمان‌ها در ایران هستیم. در ایران گسترش فساد، آن هم فسادهای سازمانی یافته، سیاست‌های دولت را در تضاد با منافع اکثریت قرار داده و از این طریق به کاهش اثر بخشی دولت ها در هدایت امور انجام می دهد. و متاسفانه به جای دستگیری و پیگیری اختلاسگران، افشاگران جرایم فساد اداری و مالی را مجازات و تحت تعقیب قرار می دهند که در نتیجه اعتماد مردم را نسبت به دستگاه دولتی و غیر دولتی کاهش داده و بی‌تفاوتی، تنبلی و بی‌کفایتی در سطح جامعه را موجب می شود. متاسفانه ایران همچنین پیشرفت چشمگیری در زمینه مبارزه با پولشویی یا همان فرار سرمایه
به خروج غیر رسمی و غیر قانونی سرمایه از کشور یا ورود آن به آن است و جرم ناشی از آن انجام نداده. مجموع اختلاس ها در ایران طی دهه ها افزایش داشته و متاسفانه حق شهروندان ایرانی به تبع این اتفاق ضایع شده. شاید زندگی را برای هموطنانمون دشوارتر از قبل می‌کنه. با وجود آن که در اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص ممنوعیت اخذ پورسان در معاملات خارجی و قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و سرقت و سوء استفاده از موقوفات همچنین در فصل 11 قانون مجازات جمهوری اسلامی مجازات‌های سنگین برای اختشای ربا و کلاهبرداری سخن گفته، اما فساد در بخش‌های مختلف کشور از جمله دولت، شوراها و شهرداری‌ها و بانک‌ها، بخش شبه دولتی، بخش خصوصی، در نمایندگان مجلس، در قوه قضاییه و در روحانیت رخنه کرده. متاسفانه وجود قوانین بین‌المللی و داخلی مانع فساد در دولت ایران نشده. کاهش قابل تضمین تصمیم گیری نتیجه و مشارکتی و همزمان همه افراد جامعه، تقویت حضور کشورهای در حال توسعه در نهادهای بین المللی مانند سازمان ملل متحد که متاسفانه ما امروز می‌بینیم بنا به دلایل سیاست‌های غلط و سرکوبگرانه که داخل کشور هستش، ما تمام کرسی‌هایی که در سازمان‌های بین المللی داریم یکی یکی داریم از دست می‌دیم. آخرینش هم فکر کنم برای زنان بودش که متاسفانه اونو از ما گرفتن، فرقی هم نمی کرد. و نهمی تأمین هویت قانونی از جمله خدمات ثبت و احوال برای همه. چیزی حدود 100 سال از ورود شناسنامه به ایران می گذرد، ولی همچنان افراد و قبیله هایی هستن که در این مرز و بوم زندگی می کنن اما شناسنامه ایرانی ندارن. بی‌شناسنامه ها متاسفانه بی‌هویتند، با اینکه ریشهشان به این خاک گره خورده، بخش جدا نشدنی از تاریخ چند هزار ساله ایران هستند، اما به رسمیت شناخته نمی‌شوند. در هیچ انتخاباتی حق رأی ندارد، در سرشماری ها به حساب نمی‌آیند و مثل اشباح سرگردان حق زیستن از آنها سلب شده. همچنین باعث شده که بی‌شناسنامه ها در بدترین شرایط زندگی خود را پیش ببرند، چرا که آنها سندی برای اثبات هویت ایرانی خیش ندارند. در دهه‌های گذشته به دلایلی همچون نبود نمایندگی ثبت احوال در محل، دوری از مراکز شهرستان و فقدان راه ارتباطی مناسب، بی‌سوادی و ناآگاهی از مزایای شناسنامه، کمبود درآمد و مشکلات دیگر، این افراد موفق به دریافت شناسنامه نشدند. آمارهای غیررسمی وجود 100 هزار بی‌هویت بومی در استان سیستان و بلوچستان را تایید می‌کند، هرچند که با توجه به گفته بومیان یک دنیا تفاوت میان این حساب نظر مسئولان تا واقعیت وجود دارد. دلنشین نیست که آنها را بی‌هویت بنامیم، ولی چاره جز این لغت نیست که بتوان بار سنگینی آنها را به دوش آنها را به تصویر بکشد. افرادی که با وجود وضعیت بد معیشتی حق دریافت یارانه هم ندارند، در حالی که اساس اجرای این طرح حمایت از مستضعفان بوده است. طبق شواهد موجود شماری از اهالی جنوب استان سیستان و بلوچستان که برخی بالای 40-50 سال هم سن دارن هنوز شناسنامه ندارن. چند هزار نفر در این استان فاقد شناسنامه هستن که در پایین ترین سطح استاندارد زندگی میکنن. شاید جالب باشه بدونیم که بی‌شناسنامه از انواع خدمات عمومی نظیر دریافت یارانه، بیمه درمانی، حساب بانکی، دریافت انشاء آب و برق، تلفن و سایر مواد محروم هستند. بعد تو نمیتوانن سفر کنن. همه این اتفاقات در حالی رقم میخوره که این افراد در نهایت آسیب پذیر میواد زیر پوشش نهادهای حمایتی از جمله بزیسی و کمیته امداد قرار بگیرن، ولی متاسفانه حتی از دریافت یارانه نقدی از محروم ماندن. به گفته ساکنین محلی سیستان بلوچستان، فاقدین شناسنامه غالبا بی‌سبب بود و از حقوق شهروندی خود اطلاعی ندارن. همینطور که در اعتراضات اخیر هم شاهد بودیم، بسیار از تعداد کسانی که کشته شدگانی که در سیستان و بلوچستان و زاهدان افرادی بودند که برای حق حقوق خودشون اومده بودند و دست به اعتراض زده بودند، کسایی بودند که حتی شناسنامه هم نداشتن و جوابی جز گلوله و کشته شدن دریافت نکردند. از من میتونیم به دلیل دلایل ایدئولوژیکی باشه که جمهوری اسلامی به دلایل خاصی به این مناطق نگاه میکنه و دوست نداره اصلا اینا هویتی داشته باشن. مبارزه با تروریسم.
تهیه و جمع‌آوری آمدن و عالمن وجوه و اموال به هر طریقی، چه دارای منشأ قانونی باشد یا نباشد، یا مصرف تمامی یا بخشی از منابع مالی حاصل از قبیل قاچاق ارز، جلب کمک‌های مالی و پولی، انتقال پول، خرید و فروش، اوراق مالی و اعتباری، افتتاح مستقیم یا غیر مستقیم حساب یا تامین اعتباری یا انجام هر گونه فعالیت اقتصادی اشخاص توسط خود یا دیگری جهت ارائه به افراد تروریستی یا سازمان‌های تروریستی تامین مالی تروریست بوده و جرم محسوب می‌شود. چیزی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم بهش اشاره شده و تأکید شده. اما تروریسم جمهوری اسلامی ایران یکی از موضوعات مورد مناقشه جدی جهان است که هر روز ابعاد بیشتری به خود می‌گیرد. رژیم ایران در طی 4 دهه صدها نفر از مخالفان خود در داخل و خارج ایران به شیوه ترور به قتل رسانده. پس از رویکار آمدن جمهوری اسلامی همواره بحث تروریسم و نقش این نظام در آن موضوع روی میز کشور و سازمان‌های بین‌المللی بوده است. نظام جمهوری اسلامی اگرچه در موضع‌گیری‌های رسمی و علنی صراحتاً از این امر حمایت نکرد، اما در موقعیت‌های مختلف و با زبان دیپلماتیک یا دو پهلوی ابایی از حمایت از آن نداشته. حمایت‌های مالی و مادی از شبه نظامیان در عراق، لبنان، حزب الله لبنان، یمن، سوریه را میتوان از جمله فعالیت تروریستی رژیم ایران در سطح منطقه‌ای دونست. صدور تروریست یا صدور بحران که در رژیم ایران از آن به عنوان صدور انقلاب نام برده، استراتژی بقای نظام جمهوری اسلامی است. همچنین جنگ خارجی به این رژیم امکان سرکوب در داخل را داده و برای آن پوشش و دستاویز فراهم می‌کند. به طور معمول هنگامی که یک حکومت در حل مشکلات داخل خودش ناتوانه و همچنین با مخالفت و نارضایتی عمومی مواجه است، با ایجاد بحران در خارج از مرزهای خود مشکلات داخلی را تحت شعاع قرار می‌دهد. تروریست در جمهوری اسلامی بنابر گفته ناظران به ماهیت و اهداف برپایی این نظام برمی‌گردد. اون استناد می‌کنند که در مقدمه قانون اساسی تحت عنوان ارتش مکتبی می‌خوانیم ارتش جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب نه تنها حفظ و حراست از مرزها، بلکه بار رسالت مکتبی یعنی جهاد در راه خدا و مبارزه در راه گسترش حاکمیت قانون خدا در جهان را نیز عهده‌دار خواهد بود. در کتاب سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران که توسط یکی از دست‌اندرکاران با سابقه سیاست خارجی نوشته شده می‌خوانیم مسلمین یک مجموعه هستند که باید زیر چتر یک حکومت زندگی کنند و تمامی سرزمین‌ها اینا به وسیله حکومتی واحد اداره شوند و دارای یک سیاست خارجی باشند تا دفاع از کیان اسلام و حفظ منافع مسلمین تحقق پیدا کنند. این همان تئوری صدور بحران به خارج از مرزها که تروریسم جمهوری اسلامی بخش جدایی ناپذیری از آن است. ایجاد بحران در خارج از مرزهای کشور یا به عبارتی صدور بحران به چنین حکومتی امکان را می‌دهد که توجه را از مشکلات داخلی به سمت یک بحران یا یک مشکل بزرگتر در خارج جلب کند. مشکلات داخلی را ناشی از بحران خارجی دانسته و خود از خود سلب مسئولیت کند. با طرح صورت مسئله بحران بزرگتر از پاسخگویی به مطالبات داخلی امتناع کند. با طرح مسئله بحران بزرگتر مخالفان داخلی را سرکوب کند و توطئه‌گر نامد. با طرح صورت مسئله بحران بزرگتر توجهات را از سرکوب مخالفان به سمت دیگری معطوف کنند و آن را بپوشانند. در رابطه با نیروهای خودی برای حرکت انگیزه بخشی کنند و ظرف مادی، تشکیلاتی و ایدئولوژیک برای تکثیر آنها ایجاد کنند. حالا در همین ماه هم شاهد بودیم که به خصوص برای سرکوب کسانی که در ایران اعتراض زدند و دست به انقلاب زدند، حمله به اقلیم کردستان یکی از نمونه همین حرکات تروریستی حکومت اسلامی بودش که زن و بچه و اینا رو به کشتن داد و اینکه بتونه یه جورای رفتاره 40 ساله خودش جزء هویت جمهوری اسلامی عینیت ببخشه. من کوتاه میکنم سخنرانیمو. ممنون از اینکه وقت گذاشتید و گوش دادین. خیلی خیلی ممنون. بسیار عالی، ممنون از شما جناب طالب‌زاده بابت مطالبی که ارائه دادین. دوستان اگر که در رابطه با هدف 16 سند 23 یونسکو سوالی دارید و یا مطلبی دارید که دوست دارید به مطالب آقای طالب‌زاده اضافه کنید، لطفاً دست بلند کنید تا مایک برای شما آزاد بشه.
خب بسیار عالی. حالا تا دوستان یه خورده در موردش فکر کنن، من میخواستم خودم یه مطلب اضافه کنم، حالا شما جناب طالب زاده توضیح دادین در رابطهش، ولی خب سوالی که توی ذهن من پیش میاد اینه که چرا جمهوری اسلامی با سند 23 یونسکو موافقت نکرد؟ دلیلش چی بود؟ شما اگر که این سند رو بخونید یا همین هدف رو اگر که بخواید بخونید، نوشته که ارتقای جوامع صلح‌آمیز و فراگیر برای توسعه پایا و فراهم کردن عدالت برای همه و ساخت مؤسسات کارا قابل اعتماد برای همه در همه سطوح. شما ببینید چرا جمهوری اسلامی دوست نداره که این هدف و این سند در ایران اجرا بشه؟ اگر که به تاریخچه جمهوری اسلامی ما بخوایم نگاه بکنیم که از اول به قولی سال 57 اتفاق افتاد، اون کنجکاوی هایی که توی منطقه داشت، اون اتفاقاتی که به وجود اومد توی کشورهای مختلف، فروش نفت، مصادره کردن اموال مردم، خب وقتی که جمهوری اسلامی بخواد که در رابطه با صلح و عدالت تصمیم بگیره و این عملیات رو اجرایی بکنه، دیگه اون اتفاقات در ایران اتفاق نمیفته، اون حق خوری ها در ایران اتفاق نمیفته و اذهان مردم به اون سمت نمیره و همه متوجه اون دزدی ها، اون نابرابری هایی که جمهوری اسلامی حالا چه به واسطه قومی قبیله ای، چه به واسطه دین که یکی از مشکلات بزرگ ایران هست، اتفاق نمیافتاد و مردم وقتی که حالا اگر توی شرایطی بودن که عدالت و صلح بود و همه اون چیزی که لایقش بودن و کرامت انسانی بود رو داشتن، خب پرسجو میکردن و مطالبه گر میشدن در رابطه با جمهوری اسلامی که چرا این اتفاق داره میفته، چرا این نفتی که فروخته میشه پولش توی لبنان خرج میشه، چرا راکت میشه و به حماس توی فلسطین داده میشه، و مردم مطالبه گر میشدن اون موقع. به همین دلیل هست که آقای خامنه ای در اون زمان نخواستن که با این سند موافقت کنن و مثل همیشه دین رو، پای دین رو وسط کشیدن و گفتن که این برخلاف دین و برخلاف تشیع و عقاید اسلامی است، اگر که ما این رو قبول کنیم بیبندوباری اتفاق میفته. یعنی دقیقا جایی رو هستن که از اون طریق دارن مردم رو کنترل میکنن. از زمانی که جمهوری اسلامی اومد، بعدش جنگ اتفاق افتاد و یه جورایی مردم احساساتشون رو با دین به قولی با هم یک جا کردن. اون احساساتی که جوانها کشته می شدن، خب فکر می کردن که آره جوانها کشته شدن، پس این برای اسلام است، پس این برای خدا است و هر چیزی که بر ضد دین و اسلام باشه ما مخالفش هستیم. و الان نزدیک به 43-44 سال هستش که جمهوری اسلامی و آقای خامنه‌ای دارن از طریق اسلام و دین مردم رو کنترل میکنن. ممنون از اینکه گوش دادین صحبت‌های منو. اگر که صحبتی دارین لطفاً دستتون رو بلند کنید تا مایک برای شما آزاد بشه. دستتون رو آقای طالب زاده من نمیبینم، چون اگر از طریق سیستم باید دست بلند کنید. خانم مشرف میتونید مایکشون رو آزاد کنید؟ آقای گارا من تشکر میکنم، موضوع خیلی جالبی رو اشاره کرد، 100% خیلی روشنه فکر کنم برای همه که دلیل مخالفت چیه. خب یکی از همین موضوعاتی که هدف 16 هم داره اصلا بهش اشاره میکنه، تامین دسترسی عمومی به اطلاعات و بازداشت آزادی بنیادی نفر. فکر کنید جمهوری اسلامی همین الان دیدیم ما داخل همین اعتراضات اومد اینترنت رو، به این دسترسی مردم به اینترنت رو اومد قطع کرد، به خاطر اینکه کارش با سرکوب و خفقان تو این چند مدت، تو این چند سال جلو رفته و از این به بعد همینشون ایدئولوژی، این مکتبی که بهشون اعتقاد دارن، جز این که مردم توی ناآگاهی باشن و نتونن راحت به کارهایی که اینا انجام میدن بخوان دسترسی داشته باشن، با این هدفشون اصلا همین، با همین سیستم زندگی میکنن، با همین سیستم دارن جلو میرن. و
و دقیقا همین، دقیقا همین موضوعی که اشاره کردید شما خیلی موضوع کامل و جامعی هم بود. دستتون هم درد نکنه. ممنون. خواهش میکنم. ممنون از شما. اگر که دوستان در این مورد مطلبی رو ندارن که اضافه کنن، من دعوت میکنم از آقای سپهر رضایی شایان برای ایراد سخنرانیشون در رابطه با اعتراضات سال 1401 در ایران و سوریه. بفرمایید آقای رضایی شایان، مایک بر شما آزاده. به پاس از شما آقای یگانه عزیز. اول از همه تمام شرایط و اتفاقاتی که در سوریه افتاد اون بحرانی که داشت رو بیان میکنم و بعد در آخر مقایسه خواهیم داشت بین شرایط کنونی ایران و اتفاقات سوریه. جنگ داخلی سوریه یا بحران سوریه، به عربی الحرب الحریه السوریه، که در ابتدای خیزش سوریه نام داشت، به یک سری تظاهرات گسترده و در نهایت درگیری‌های نظامی و یک جنگ داخلی در کشور سوریه گفته می شود که از 26 ژانویه 2011 معادل با 6 بهمن 1389 شروع شده است، که نهایت که تأثیر گرفته از تحولات سیاسی غرب آسیا و شمال آفریقا موسوم به بهار عربی بود. ناآرامی ها در سوریه پس از سرکوب خونین تظاهرات مردم توسط نیروهای دولتی آغاز شد. معترضان خواهان ایجاد تغییرات سیاسی و کنارگیری بشار اسد از قدرت بودند. این جنگ در ژانویه 2022 در میان ائتلافی شکننده از معارضان سوری، عمدتاً سنی، از جمله ارتش آزاد سوریه، جبهه النصره، هیئت تحریری شام و چند گروه جهادی دیگر به پشتیبانی ترکیه، نیروهای دموکراتیک سوریه به پشتیبانی ایالات متحده و افراد باقی مانده از داعش علیه نیروهای مسلح سوریه به رهبری بشار اسد و حامیان او و علیه یکدیگر آغاز شد. این درگیری‌های نظامی در سال 2015 به اوج خود رسید. در حال حاضر از شدت آن کاسته شده، اما همچنین ادامه دارد. آنها همچنین نیروهای ویژه و واحدهای توپخانه را برای درگیری با داعش در زمین مستقر کردند. ایالات متحده از سال 2015 از اداره خودمختار شمال شرق سوریه و شاخه‌های نظامی آن به نیروهای دموکراتیک سوریه حمایت مادی و لوجستیکی کرد. ترکیه از اوت سال 2016 به طور مستقیم در عملیات علیه دولت سوریه شرکت داشت، نه تنها در حملات هوایی داعش در کنار ائتلاف رهبری آمریکا، بلکه فعالانه از معارضان سوری حمایت کرد و بخشی از شمال سوریه را در کنترل خود درآورد، در حالی که درگیر نبرد زمینی با کردهای ترکیه بود. حملات دیگر از خاک لبنان به داخل سوریه کشیده شد و گروه‌های نظیر داعش و جبهه النصره با ارتش لبنان درگیر شدند. این کشور همچنین حملات مکرری در سایر مناطق سوریه از زمان جنگ آغاز شده انجام داد. عمدتاً نیروهایی با دولت سوریه، شبه نظامیان ایرانی و حزب الله را هدف قرار می‌دادند. دولت غیرمذهبی حزب عربی سوسیالیستی بعث شاخه سوریه در سال 1963 رئیس جمهور این کشور را اعلام کرد. در 31 ژوئن 1973 حافظ اسد قانون اساسی جدید را به اجرا گذاشت که زمینه‌ساز بحران ملی شد. در مقابل چند قیام مسلحانه از سوی اسلامگران، عمدتاً اعضای اخوان المسلمین، دوام نیاورد و پس از مرگ حافظ اسد در سال 2000 پسر او بشار اسد به ریاست جمهوری سوریه رسید. در ژانویه 2018 کل جمعیت سوریه 19,454,263 نفر بودند. تفکیک آن شامل امامی‌ها، آشوری‌ها، ترکمن‌ها، ارمنی‌ها عبارتند از عرب 50%، علوی 15%، کرد 10%، شامی 10%، سایر گروه‌ها که شامل اسماعیلی‌ها 10%، مسیحی‌ها و 3% یهودی‌های سوریه بودند. حافظ اسد در سال‌های آخر حکومتش دست به اجرای برخی از سیاست‌های بازار آزاد در سوریه زد که این امر موجب افزایش چشمگیر نابرابری اقتصادی و اجتماعی در این کشور شد و این نابرابری پس از به قدرت رسیدن بشار اسد سرعت گرفت. این سیاست‌ها بر بخش خدمات تمرکز داشت و فقط اقلیتی محدود از جمعیت این کشور را مرفه می‌کرد.
طبقه تاجر سنی مذهب در دمشق و حلب و کسانی که با دولت ارتباط نزدیک داشتند. در سال 2010 سرانه تولید ناخالص داخلی سوریه 2834 دلار بود که با سرانه برخی کشورهای آفریقایی سیاه مانند نیجریه قابل مقایسه بود و سرانه کشورهای همسایه سوریه مانند لبنان و اغلب کشورهای در حال توسعه دیگر بسیار پایین بود. نرخ بیکاری جوانان در سوریه نیز بالا بود. در آغاز جنگ‌های داخلی سوریه بیشتر نارضایتی از دولت در مناطق فقیرنشین سوریه و در میان محافظه‌کاران سنی دیده می‌شد. به خصوص در شهرهایی که نرخ فقر بالایی داشتند، مانند درعا و حمص و مناطق فقیرنشین در شهرهای بزرگ. سوریه طی سال‌های 2006 تا 2011 شدیدترین خشکسالی ثبت شده را در تاریخ خود در سر داشت که منجر به نابودی محصولات کشاورزی، افزایش قیمت مواد خوراکی و مهاجرت دست جمعی خانواده‌های کشاورز به شهرها شد. این مهاجرت‌های گسترده همراه با سرازیر شدن بیش از 5.1 میلیون نفر پناهنده جنگ عراق و سوریه باعث افزایش فشار بر زیرساخت‌های این کشور شد. وقوع این خشکسالی را با گرمایش جهانی مرتبط دانستند. وضعیت حقوق بشر در سوریه سالها مورد انتقاد شدید سازمان‌های جهانی قرار گرفت. از سال 1963 تا 2011 در وضعیت اضطراری به سر می‌بردند و تجمع عمومی بیش از 5 نفر ممنوع بود. نیروهای امنیتی قدرت و اختیار گسترده و بی‌قید و شرطی برای سرکوب و بازداشت معترضان داشتند. علی‌رغم امیدهایی که در جریان بهار دمشق در سال 2000 نسبت به ایجاد تغییرات دموکراتیک در این کشور شکل گرفت، بشار اسد به وعده‌های خود عمل نکرد. گزارش دیدبان حقوق بشر که درست قبل از آغاز قیام 2011 منتشر شد، نشان داد که اسد پیگیری جنایت‌های حقوق بشر را انجام نمی‌دهد. رضوان الزیاده در گزارش خود موردهای فراوان نقض حقوق بشر را به ارتکاب عنوان کرد و حکومت اسد را متهم به ارتکاب جنایت علیه بشریت کرد. در گزارش این نهاد معتبر آمده است نظامیان دولتی به صورت سیستماتیک مرتبط مورد نقض حقوق بشر قرار گرفتند. در فوریه 2012 دبیرکل سازمان ملل اعلام کرد رژیم بشار اسد فاقد مشروعیت است و دولت بشار اسد به منظور سرکوب نقض حقوق بشر انجام داد. در ژانویه 2013 فهرستی از گروه‌ها و افراد متهم به جنایات جنگی در سوریه توسط بازرسان سازمان ملل تهیه شده است. در کامبوج از طرف سازمان ملل و در فرانسه در برخی از پرونده‌های جنایی جدی به عنوان قاضی مسئولیت‌هایی به عهده داشت و به وزارت بین‌المللی علاوه بر جمع‌آوری مدارک از جنگ داخلی سوریه ارائه داد. حمله شیمیایی در حومه دمشق به ویژه در قوطه شرقی و غربی در تاریخ 21 اوت سال 2013 معادل با 30 مرداد 1392 رخ داد که طی آن بسیاری کشته شدند که بیشتر آنها زن و کودک بودند. به گزارش مخالفین اسد این زراتخانه شیمیایی سوریه تبدیل به جنگی شد که باعث شد تمام مناطق حلب نابود شود. این برنامه ریزی نیز توسط سازمان ملل متحد و سازمان منع بکارگیری تسلیحات شیمیایی انجام شد. مورد وضعیت حقوق بشر در جهان در سال 2013 که در روز 8 اسفند 1392 منتشر شد، این وقایعی که در آن 1400 نفر جان خود را از دست دادند فجیع‌ترین واقعه حقوق بشری در سال 2013 بود. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا از آن داشت که 1429 نفر در حملات شیمیایی در حومه شرقی دمشق کشته شدند. از میان کشته شدگان 426 نفر کودک بودند. باراک اوباما در ادامه واکنش‌های آمریکا طرح حمله به سوریه را به کنگره آمریکا برد تا در آن برای اقدامی نظامی تصمیم گیری شود. در جنگ داخلی سوریه بیش از 511 هزار نفر کشته شدند و نیز میلیون‌ها تن زخمی و زندانی و بیش از 12 میلیون نفر هم آواره شدند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده توسط سازمان ملل و در شورای حقوق بشر، این سازمان از سوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد که پایان ماه ژانویه در سوریه 7500 غیر نظامی به دست نیروهای رژیم اسد کشته شدند. این آمار از دید انقلابیان سوری پایین‌تر از آمار واقعی است. برای نمونه در نوامبر 2011 و پیش از آغاز کشتار دست جمعی روزانه در سوریه بر اساس گزارش
رضوان الحمدی در نوامبر 2011 حدود کشته شدگان را 4000 نفر در اعتراضات سوریه تایید و از قتل 256 کودک ابراز نگرانی کرد. ماه نوامبر خونین‌ترین ماه از آغاز اعتراضات در سوریه به شمار می‌رود که در آن روزانه 10 تا 30 تن از معترضان جان باختند. سازمان ملل در 13 دسامبر 2011 اعلام کرد که شمار کشته شدگان در سال 2014 حدود 76000 نفر هستند و بدین ترتیب آمار تلفات این جنگ 4 ساله به بالای 224000 نفر شدت پیدا کرد و حدود 3000 نفر از قربانیان قابل شناسایی نبودند. سرنوشت بیش از 10000 تن در زندانیان حکومت سوریه و همینطور 3000 سرباز اسیر جنگی نیز معلوم نیست. در این کشور بر اساس گزارشی که خبرگزاری رویترز در 9 اسفند 1392 منتشر کرد 3 میلیون پناهنده خاک سوریه را ترک کردند و کشورهای میزبان حدود 1 میلیون 200 هزار کودک سوری را به عنوان پناهجو در کمپ‌ها اسکان دادند و بیش از 3 میلیون نفر از شهروندان سوریه در اثر جنگ از خانه‌های خود گریخته و اثری از بهبود بحران سیاسی در آن کشور دیده نمی‌شود. همچنین بیش از 6 میلیون سوری در داخل این خانه ها آواره هستند. ارتش سوریه در سال 2017 با تصرف شهرهای بالستانی پیلمیرا از اشغال داعش همراه بود، توانست مقدار عظیمی از بخش هایی که توسط داعش گرفته شده را پس بگیرد و اعلام کند که 90% کشور را تحت سلطه خود قرار داده است. در آخر تحلیل خبرنگار سی بی اس آمریکا در مورد سوریه و وضعیت الان ایران را بررسی می کند. خشونت واکنشی در جامعه سوریه بیشتر از جامعه ایران بود، حتی بیشتر از همین خیزش کنونی ایران که بچه‌ها بسیار خشن‌تر از دوره‌های همسنای من با نیروهای سرکوبگر برخورد می‌کردند. صف‌بندی سلیقه‌های سیاسی در دو جامعه متفاوت بود. جامعه سوریه پیش از خیزش 2011 یک اکثریتی خونسا و یک اقلیت بزرگ وفادار و اسد داشت. در ایران پیش از خیزش یک اکثریت بزرگ مخالف و یک اقلیت کوچک همسو با حاکمیت وجود داشت. اون اقلیت سوری از این اقلیت ایرانی بزرگتر بود. مخالفان جدی اسد آنقدر شمارشان کم بود که حتی به چشم نمیشد آنها را دید، ولی مخالفان جدی رژیم در ایران به سادگی با چشم غیر تحلیلگر هم دیده میشدند. اگر مبنا را مخالفان در زمان صلح بگیریم، درصد ایرانیان به طور قبلی مخالف حکومت بشار اسد بیشتر بود. اقلیت وفادار به اسد فقط 12% علویون نبودند، بلکه بخشی از سنی های سرمایه دار، عالی رتبه و تحصیل کرده و بیشتر بازاریان هم بودند. در حالی که پارتیشن بندی مذهبی اساسا در پلتفرم خیزش ایران موضوعیت نداره، چون حاکمیت و خلاف سوریه خودش مذهبیت اکثری را نمایندگی میکنه. بزرگترین چالش بومی های حکومت اسد نه شهرها بلکه قبایل بودند. این موتور محرک هم در ایران وجود نداره. هویت طایفه‌ای در سوریه به ویژه در نواحی بعد در جنوب و شرق اون کشور بسیار پررنگتر از بختیاری بازی و قشقایی بازی و بلوچی و ترکی و پارسی و غیره در ایرانه. فساد در ساختاره اداری سوریه بسیار بالا بود. در ایران نهادهای نظامی سلامت سازمانی بالاتری نسبت به میانگین کلی ادارات حکومتی دارند. این البته به این معنا نیست که تمام نظامیان درستکارند و معناش کنترل کیفیت و پایش 24 ساعته بر روی این بخش خاص از سازمان جمهوری اسلامیه. بنابراین چیزی مانند جدا شدن بخشی از نیروهای مسلح یک جا در ایران تقریبا ناممکنه یا نیاز به سطح بالایی از تنش خیابانی داره تا رخ بده. در حالی که همین وضعیت و گزینش های نیمبند بودن باعث شد ارتش آزاد سوریه یا جیش الحرب تنها 4 ماه پس از آغاز خیزش با چند جنرال اعلام استقلال کنه. اگر برادر دیوونه بشار اسد نیروهای زرهی را وارد حماس نمی کرد، باز احتمالش بود که قضیه جمع بشه یا در حد شعار دادن کشته ها انقدر زیاد نشه. اما احتمال چنین بی تدبیری یا تکروی سازمانی باز هم در نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی کمتره. سازمان سرکوبگر جمهوری اسلامی یک پارچه تر عمل میکنه. ترکیبی از بند 1 و بند 8 خشونت و بیحساب بودن حکومت در سوریه هفته به هفته به شمار مخالفان اسد اضافه میکرد و سطح مخالفانشون را بالاتر میبرد. در ایران اما حکومت به شدت تلاش میکنه از شکل‌گیری‌های حسی جمعیتی در خیابان جلوگیری کنه که نیازی به اون سطح از خشونت
نیست. نیروهای مسلح سوریه فرقه جنگ در خیابان با جنگ در بیابان را نمی دانستند. برای هر دو از تانک استفاده می کردند. در نتیجه مخالفونشون هم پس از مدتی آرپیچی در دست گرفتند. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی اما با تجربه و هوشمندی تمام ضعیف کشی و آسون زنی می کنند. عموماً تمامشون بدون ابزار جنگ در خیابان ها هستند. سطح تنش در سوریه از آپریل 2011 یعنی تنها پس از یک ماه به سطح برخورداری نظامی دو طرفه رسید. سطح تنش کنونی در ایران اما خطر مهمی برای بقای رژیم در کوتاه مدت نیست. خود رژیم هم تا این لحظه اشتباه بزرگی مرتکب نشده که سطح تنش و واکنش را بالا ببره یا اشتباهش را مورد توجه قرار بده. بنابراین همه برای گرم نگه داشتن این خیزش آمادن و ایستادگی میکنند. و به نظر شخصی خودم خیلی این تفاوت‌ها و این شباهت‌ها نزدیک به همن، ولی با تفاوت به این که سطح آگاهی رسانی و افشاگری ایرانیای خارج از کشور نیستند به مراتب بالاتره و دست مردم بازتر خواهد شد در آینده. ممنون. بسیار عالی، ممنون از شما جناب رضای شایان بابت سخنرانی که داشتین. دوستان اگر که در مورد مقایسه اعتراضاتی که در سوریه اتفاق افتاد و منجر به این شد که وضعیتی در سوریه اتفاق بیفته که مردم آواره بشن و اتفاقاتی که الان در ایران داره صورت میگیره، اعتراضاتی که از سمت مردم هست و آیا اینا چقدر شبیه به همن، چقدر ممکنه که اون تئوری که جمهوری اسلامی داره همیشه مردم رو ازش میترسونه، چقدر میتونن شبیه به هم باشن و اون تئوری جمهوری اسلامی به حقیقت به پیونده که اون اگر که بخواد انقلابی اتفاق بیفته ایران همون حالتی رو به خودش میگیره که الان سوریه هست. دوستان خواهش میکنم که اگر امکانش هست در این مورد توضیح بدید و بگید که اصلا آیا این مقایسه درستی هست و آیا ایران پتانسیل از این بدتر شدن رو داره یا اینکه نه مردم فقط منتظر یک تغییر هستن که بتونن کشور رو بسازن. ممنون میشم که دوستان در این باره دست بلند کنن، صحبت کنن. بالاخره موضوعی هست که موضوع روز هست و انتظار میره که دوستان در رابطه با اون اظهار نظر کنن. میشنویم نظراتتون رو. بفرمایید آقای شایان، مایک بر شما. سپاس از شما آقای یگانه عزیز. به نظر شخصی بنده دولت سوریه چیزی که الان دولت جمهوری اسلامی داره رو نداشت و اون هم بازوی تبلیغات و پروپاگاندا در کشورهای غربی و دموکراتیک بود و خوشبختانه الان با توجه به این آگاهی رسانی و افشاگری تمام مردم شناختن که این بازوی پروپاگاندا دیگه به اون صورت قدرت و کششی نداره که دفاع کنه و خیلی از افرادی هم که در این بازوی پروپاگاندا بودن مثل خبرنگار قبلی بی بی سی فارسی آقای بهمن کلباسی، تمام این افراد دارن به این نتیجه میرسن که دیگه واقعا نمیشه در برابر این تبلیغات و پروپاگاندا وایستاد. از جمله خیلی از افرادم هنوز تلاششون رو میکنن که عادی جلوه بدن و به صورتی جلوه بدن که هیچ اتفاقی نیفتاده، ولی خدا رو شکر این آگاهی رسانی و افشاگری کمک کرده که خیلی از این افراد موازشون رو تغییر بدن. بسیار عالی، ممنون از شما بابت اظهار نظرتون. دوستان دیگه اگر که در این باره مطلبی رو میخواین اضافه کنین لطفا دستتون رو بلند کنید و نظراتتون رو بگید که هم ما و هم دوستانی که بعداً شما رو در فضای مجازی میبینن استفاده کنن از نظراتتون. حالا تا دوستان بخوان مطلبی رو اضافه کنن، منم فکر میکنم که همه چیز امکانش هست که اتفاق بیفته بعد از این که این خیزش و این انقلاب بخواد جای خودش رو به قیام بده و
رژیم سرنگون بشه. امکانش هست که یه اتفاق مثل سوریه بیفته و یه اتفاق، یه امکان دیگه هم هست که نه، با اون تدابیری که مردم دارن، با اون تجربیاتی که مردم دارن طی این 40 و اندی سال، از اون اتفاقاتی که توی مصر افتاد، از اون اتفاقاتی که توی سوریه افتاد، اون بهار عربی، اون اخوان المسلمین، درس بگیریم و تاریخ رو فراموش نکنیم. من فکر میکنم تا حدودی ما توی این مسیر بیشتر قرار گرفتیم تا اینکه بخوایم سوریه دوم بشیم. همونجور که میبینید، اگر که حالا نسبت به اتفاقات قبل، نسبت به سالهای گذشته، هرچی جلوتر میریم مردم دارن به همدیگه بیشتر محبت میکنن، بیشتر فکر میکنن. اگر که توی کرمانشاه اون خانومی که خونش رو خراب کردن، آسیه پناهی بودن فکر میکنم، که ما براشون یه اطلاعیه نوشتیم و اعتراض خودمون رو نشون دادیم، این اتفاق افتاد و همچین خیزشی که الان شاهدش هستیم به وجود نیومد. ولی خب هرچی ما داریم جلوتر میریم، میبینیم که مردم دارن خودشون رو پیدا میکنن، دارن به اون ایران یک پارچه میرسن، به اون اهدافی که همه منتظرش هستیم دارن میرسن. و فکر میکنم اگر که این اتفاق بیفته و انقلاب صورت بگیره، با اون تجربیاتی که مردم دارن، با اون به قولی وفاداری هایی که مردم دارن از طریق قومی قبیله‌ای به وجود میاد، اگر یه بلوچ کشته میشه، اون ترک توی آذربایجان هم قیام میکنه، اون ترک هم اعتراض میکنه، و اون عرب هم همینجور، اون فارس هم همینجور، و اقوام ایرانی دارن کم کم خودشون رو پیدا میکنن و یک پارچگی خودشون رو احساس میکنن. ولی خب باز خیلی باید مراقب بود از موشدوانی هایی که هم کشورهای غربی دارن انجام میدن، با این که حالا یه روی سکهشون اینه که دارن حمایت میکنن، ولی خب اون تجربیاتی که ما داریم حالا از سالهای گذشته، از دوران قاجار، از دوران پهلوی و از دوران جمهوری اسلامی، من فکر میکنم که غرب نمیتونه یک دلسوز برای ما باشه. غرب میتونه خیلی به قولی دوست اقتصادی باشه، با هم در رابطه باشیم و داد و ستد کنیم، همون جور که تمام کشورهای دنیا با هم در ارتباطن. ولی من به این باور ندارم که کشوری مثل فرانسه که دیروز خمینی رو از نوفل‌شاتو با هواپیمای اسکورت شده فرستاد، امروز با مسیح علی نژاد داره صحبت میکنه که حالا خیلی حرف در موردش هست، یا مثلا به قولی حالا هم اصلاح طلبان هم اصولگرایان رو استقبال میکنن، ازشون باشون دست میدن، صحبت میکنن. من فکر میکنم اینها نمیتونن دوستهای خوبی برای ایران باشن، برای حالا اون سیاستهایی که مردم ایران به عنوان شهروندان ایرانی میخوان که توی ایران اجرا بشه. آقای طالبزاده دست بلند کردن، من مایکشون رو آزاد میکنم. بفرمایید آقای طالبزاده. من قبل از اینکه شما این صحبت رو انجام بدید، می‌خواستم به این موضوع اشاره کنم که دیگه شما خیلی کامل و جامع اشاره کردیم بهش. بله، دو تا روی کرد آدم میتونه اصلا یعنی دیدگاه داشته باشه نسبت به این موضوع. اینکه اگه بر اساس ترسی 40 ساله‌ای که جمهوری اسلامی روی مردم انداخته بود که اگه مشکلی بشه، انقلاب بخواد بشه، بس کشور میره سمت تجزیه و آشوب و جنگ داخلی، بله همچین حسی آدم میتونه داشته باشه، ولی بر اساس اتفاقاتی و چیزایی که ما توی این مدت شاهد بودیم و دیدیم که مردم چقدر میتونن همدیگه رو ساپورت کنن و بحث یک پارچگی و حمایت همه شهروندان براشون مهمه، این امیدواری تو دل هر کسی من فکر کنم به وجود بیاد که ما نریم به این سمت. و موضوع خیلی مهمتری که میتونه اینجا کمک بکنه بحث آگاهی و حتی مطالعه تاریخ باشه. دقیقا شما موضوع خیلی قشنگی اشاره کردید، بحث دوستایی که الان به اصطلاح توی قامت حمایت کننده الان قرار گرفتن، با مطالعه خیلی کمی هم حتی در مورد تاریخ میتونیم ببینیم که اینا قبلا تو کدوم قسمت واستادن، تو کدوم قسمت ماجرا واستادن، و مردم باید جز خودشون، و من همه میگن که خیلی مهمه که دولت‌های غربی هم ساپورت بکنن، حمایت بکنن، ولی نقش اول و آخر رو به نظر من توی این انقلاب خود مردمن و متکی بودن رو خودشون به غیر از دیگران. نظر شخصی من البته. ممنون، دستتون دارم.
بسیار عالی، ممنون از شما آقای رضای شایان. بفرمایید، مایک برای شما هست. سپاس از شما یگانه عزیز. یک مورد دیگه ای رو میخواستم اضافه کنم که اگر حتی 1% هم دولت غربی بیاد کمک کنه، چه از طریق نظام و یه از جهات دیگه، اگر در ایران انقلابی صورت بگیره، اون به دلیل اون کمکی که کرده سهم خودش رو از این کمک میخواد، یعنی میره به سمت معادن ایران، معادن تلاش، معادن مسش، و به این دلیل اون تصرف و اون چپاولگری هم از جانب غرب صورت میگیره، هم از جانب جمهوری اسلامی. پس پایه اصلی را اگر مردم داشته باشن این اتفاق نخواهد افتاد و حق به مردم میرسه و مردم به سهم خودشون میرسه. ممنون. بسیار عالی، ممنون از شما. دقیقا همینطوره. الان بحثی که توی ایران خیلی مهمه که اتفاق بیفته و همه داریم کمک میکنیم، و حالا کانون دفاع از حقوق بشر در ایران به عنوان یک جامعه کوچیکی از فعالین حقوق بشر آگاهی رسوندن هستش، و اینکه یک جوری این آگاهی رو ما به ملت ایران بدیم تا غربی ها و اونایی که منتظر سوء استفاده از این اتفاقات ایران هستند به هدفشون نرسن. این که الان ما میبینیم که حالا توی بعضی از کشورهای غربی و حالا آمریکایی دارن سیاستمدارا یا اون کسایی که تو این شاخه دارن فعالیت میکنن رو بولد میکنن و یه جور دارن توی رسانه‌های خودشون تعریف میکنن، جایزه میدن، جایزه های حقوق بشری میدن. من فکر میکنم که خوبه، این خوبه که حالا یکی بیاد و صدای ملت ایران باشه، ولی الان اون چیزی که توی جامعه بشری، توی این دهکده جهانی هست که میشه تقریبا در راستاش گام برداشت، و به قول یکی از دوستان فعال حقوق بشر میگفتش که این حقوق بشر و این اعلامیه جهانی یک تئوری هست که همه کشورها دارن بهش به سمتش حرکت میکنن و هنوز هیچ کشوری نتونسته که به طور 100% به اون برسه. الان آمریکایی که داره میگه که مثلا ما کشوری هستیم که حقوق بشر رو داریم، میبینیم که با سیاه‌پوستان چجوری دارن رفتار میکنن، یا اون نژادپرستی هایی که بر علیه مسلمان‌ها توی آمریکا اتفاق میفته چجور هستش. پس همون کشورهایی که این قانون ها رو وضع کردن هنوز به صورت 100% نتونستن که اون حقوق بشر رو پیاده کنن در کشورهای خودشون، ولی به عنوان یک عضو کوچک از جامعه حقوق بشری من فکر میکنم این خیلی مهمه که ما حداقل اون اعلامیه جهانی حقوق بشر رو، اون چیزی که الان در جامعه جهانی به عنوان یک نماد یا به عنوان یک هدفی که میشه در راستاش گام برداشت، به مردم بشناسونیم و آگاهی رسانی کنیم، همینه. الان شما اعلامیه جهانی، ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر رو بخواید بخونید، دقیقا نوشته که الان من از روش میخونم: هر کس حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود، خواه مستقیما و خواه با وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند، شرکت جویند، و هر کس حق دارد با تساوی شرایط به مشاغل عمومی کشور خود نائل آید. یعنی که ما حداقلش اینه که میتونیم این رو به مردم ایران آگاهی رسانی کنیم که سعی کنن اون چیزی که توی فضای مجازی خیلی به نظر من فضای مهمی هست که ما بتونیم صدای مردم ایران رو به گوش جهانیان برسونیم و همینطور خود مردم ایران اون اتفاقاتی رو که میفته انتشار بدن، ولی از صورت دیگه، از طرف دیگه باید خیلی مواظب باشیم که گروه ها، احزاب، کسایی که خیرخواه مردم ایران نیستن، اون نفراتی رو، اون کسانی رو که خودشون دوست دارن به فردای انقلاب، فردای اون پیروزی که مردم به دست میارن رو به ایران بفرستن. یعنی یک جور باشه که مردم ایران خودشون انتخاب کنن، نه اینکه از طرف کسی انتخاب بشه و مثل 43 سال پیش از نوفل شاتو یا از آمریکا یا از به هر حال هر کشور دیگه‌ای با هواپیما بفرستن، بگن خب شما انقلاب، مردم ایران شما انقلاب کردین، کشته دادین، خب این یه رهبر برای شما، این کسی که بخواد
برای شما رهبری کنه. ممنونم از همه دوستان. اگر که در این باره صحبتی ندارید بحث آزاد رو شروع کنیم. من خواهش میکنم که توی بحث آزاد حداقل شرکت کنید، چون بحث آزاد همونجور که میدونید همه دوستان باید نظر بدن، سخنران خاصی نداره و در رابطه با حق آزادی بیان هست و اینکه چرا باید آزادی بیان باشه اصلا و اون این حق چقدر اهمیت داره به عنوان حقوق، یکی از اصلی ترین حقوق انسانی، بشری و شهروندی، چقدر حق آزادی بیان اهمیت داره که ما بتونیم بهش دست پیدا کنیم. خب من اگر حالا بخوام در رابطه با حق آزادی بیان صحبت کنم، میشه گفتش که هر کس، حالا اون چیزی که توی اعلامیه جهانی حقوق بشر باز در موردش نوشته شده، گفته که هر کس حق دارد آزادی عقیده و بیان داشته باشد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و استرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد. خب این یک چیز کامل هست که گفته هر کس، نگفته فقط یک رژیم، نگفته فقط یک صدا و سیما، و به قولی هر کس باید این حق رو داشته باشه که بخواد اون عقیده و اون نظری رو که داره در جامعه انتشار بده. من از دوستان خواهش میکنم شرکت کنن در این باره و صحبت کنن و بگن که نظرشون در این باره چیه و جمهوری اسلامی تا چه حد نزدیک شده و تا چه حد خواسته نزدیک بشه. لطفا صحبت کنید در این باره و حالا قانون اساسی هست، ما میتونیم به قانون اساسی اشاره بکنیم و در موردش صحبت کنیم. دوستان اگر که نظری دارین لطفا دستتون رو بلند کنید و در این باره صحبت کنید. بفرمایید خانم مشرف، مایک برای شما هست. ممنونم. یه مسئله ای که همیشه توی آزادی بیان بیان میشه و همه، حالا حتی کسایی که شاید اطلاعی از اعلامیه جهانی حقوق بشر کاملا بستن. صدای من هست؟ خب یه میگم یه مسئله ای که همه جا بیان میشه درباره آزادی بیان، ولی یه نکته خیلی مهم و اساسی توش فراموش میشه اینه که آزادی بیان هم برای خودش تبصره و قانون داره و هیچ وقت حتی کسایی که الان به قول معروف فقط در لفظ کلام از آزادی بیان یا عقیده استفاده میکنن، اینو مد نظر قرار نمیدن که حتی توی آزادی بیان هم یه سری محدودیت ها وجود داره. شما تا جایی حق آزادی بیان داری که با همون آزادی بیانت حق کسی دیگه رو به قول معروف از بین نبری و نقض نکنی حقوق شخص دیگه ای رو. درسته شما درباره دین، درباره هر چیزی که تو ذهنت هست میتونی هم عقیدت رو بگی هم نظرت رو بگی، ولی این باید جوری باشه که به قول معروف حد که حرمت نشه برای شخص دیگه و حقوق شهروندی شخص دیگه رو هم پایمال نکنه. این در حالی که خیلی ها وقتی اظهار نظر میکنن با توهین، با مثلا روش نادرست این کار رو انجام میدن، بعدم مدعی هستن که آزادی بیان ما داریم، هر کسی آزادی بیان داره. درسته، ولی باید هر چیزی به جاش باشه، وگرنه میشه حکایت همین جمهوری اسلامی که ما داریم میبینیم که اومد بر اساس یه سری چیزای اسلام برنامه ریزی کرد و یکی از نکته هاش همین امر به معروف و نهی از منکرش بود، که اگر همین امر به معروف و نهی از منکرش رو درست اجرا میکرد این مشکلات پیش نمیومد. خود امر به معروف و نهی از منکر توی اسلام قانون داره. شما اگر که جونت در خطر بیفته و حتی اگر احساس کنی که اون امر به معروف و نهی از منکر شما نمیتونه تأثیر گذار باشه، اصلا جایز نیست که اون کار رو انجام بدی. اینو ما فقط توی یه سری آدمایی میبینیم که به قول معروف لفظ عامیانش اینه که میگیم که طرف مذهبیه، از این مذهبی واقعی هست، چون اونا اصل اون را امر به معروف و نهی از منکر رو میدونستن که کجا باید حرفشون رو بزن.
در مورد آزادی بیان هم همینه. اگر کسی رو بخواد رعایتش نکنه و این تبصره‌ای که وارد حریم شخصی دیگه نشه یا به عقیده دیگه به خاطر اینکه داره نظرش رو میگه توهین بکنه، هیچ فرقی نداره. پس هر چیزی باید در اساس قانونش باشه و این کسایی که دارن حالا درباره آزادی بیان و عقیده حرف میزنن، خوبه که این نکته رو هم در کنارش ذکر کنن که این آزادی بیان تا حدیه که به قول معروف حق شخص دیگه ای رو هم ضایع نکنه. ممنون که مایک در اختیار من قرار دادید. ممنون از شما بابت نظری که دادین. خوبه، این نظرات عالیه. من فکر میکنم که حالا بقیه دوستانم شرکت کنن در این باره صحبت کنن، هم مهمانان عزیزمون هم دوستانی که سخنرانی داشتن و نظر خودشون رو بگن. من فکر میکنم این خیلی خوبه که نظراتمون رو بگیم و در موردش صحبت کنیم. الان نظری که من دارم تقریبا برخلاف نظری است که شما دادین خانم مشرف، چون من فکر میکنم که وقتی ما میگیم هر کس آزادی دارد که بدون ترس و بدون ملاحظه صحبت کنه، نتیجهش اینه که در یک کشوری که تقریبا به این آزادی داره نزدیک میشه، در کشور دانمارک بیان کاریکاتور پیامبر مسلمانان رو بکشن. این نظر شخصی یک نشریه هست و فکر میکنم که اگر که عقوبتی داشته باشه، اگر که کسی باشه که باید اون رو مؤاخذه کنه، همون پیامبر و همون خدای اون دین هست و من به عنوان یک مسلمون اجازه ندارم بیام شهر رو به هم بریزم که یک نشریه اومده در رابطه با پیامبر مثلا مسلمونا یک کاریکاتور کشیده باشه. اونم میتونه بره از پیامبر مسیحی ها حالا یا مسیح یک کاریکاتور بکشه، یا در رابطه با امر به معروف و نهی از منکر که شما فرمودین، اصلا این به کل باید از بین بره. هیچ کس حق نداره بیاد به شما بگه که خیر و صلاح شما چیه. اگر این در صورتی هست که یه کسی قیم کسی دیگه باشه و اون شخص از عقل و از اون فهم لازمه برخوردار نباشه، اون وقت اون قیم، فقط قیم اون شخص که ممکنه مثلا حالا کودکی باشه که عقب مونده ذهنی باشه، فقط در این صورت اجازه هست که قیم اون شخص که میتونه پدر و مادرش باشه، خاله و عمش باشه یا فامیلش باشه، در اون صورت هست که امکان این رو میده که خوب و بد یک نفر رو در موردش صحبت بشه. به نظر من توی جامعه دموکراسی و توی جامعه‌ای که مردم سالاری حرف اول رو میزنه و آزادی بیان و آزادی عقیده است، هیچ کس حق این رو نداره که بخواد در رابطه با حالا امر به معروف و نهی از منکر که مربوط به اسلام میشه، ما یک جمعیت خیلی کوچیک شیعه داریم، یه جمعیت خیلی حالا کوچیک یا بزرگ سنی داریم، مسیحی داریم، کلیمی داریم و یه جمعیت خیلی بزرگ داریم که مسلمون زاده هستن. حالا فرق نمیکنه شیعه یا سنی باشن، ولی اصلا هیچ اعتقادی به خدا ندارن. کدوم یکی از حالا دوروریای خودمون، من خودم بخوام حساب کنم، نداریم کسی که نماز بخونه، ولی خب محرم که میشه میزنن تو سر خودش، چون محرمه دیگه، چون یه به قولی یه چیزی هست که یاد گرفتن و جدایی ازش کمی سخته. پس اینا رو نمیشه مسلمون اونه که صبح نماز بخونه، شب نماز بخونه و نهی از منکر رو هم قبول داشته باشه. ما بهایی ها داریم یا مسیحیانی داریم یا زرتشتیانی داریم و یهودیانی داریم که اصلا به اسلام اعتقادی ندارن، و اگر کسی به اسلام اعتقاد نداشته باشه، پس هیچ جای امر به معروف و یا نهی از منکری در ایران نباید وجود داشته باشه. ممنونم، شما دست بلند کردید خانم مشرف و بعد از شما آقای رضایی شایان. بفرمایید، مایک بر شما هست. سلامت باشید. نه، من مثال امر به معروف زدم، منظورم این بود که اگر هر چیزی از حد خودش و حدی که به قول معروف عرف درستش هست بگذره، حتی اگر آزادی بیان هم باشه، میتونه خراب کننده بشه. بعد این در جواب حرف شما، خب پس اگر کاریکاتور رو بگشن، مسلمونه هم حق داره بیاد بخواد توهین بکنه که یا مثلا بیان بکنه که شما به چه حقی به دین من مسلمون توهین کردید.
میدونید اگر بخوایم اینجوری حساب بکنیم همیشه یک کشمکشی وجود داره، ولی اگر به این اعتقاد داشته باشیم الان مثلا من به شما دارم میگم نظر شما رو، شما نظرت اینه، شما نظرت برای خودت محترمه، منم نظرم برای خودم محترمه، این باعث میشه که جنگی پیش نمیاد. ولی اگر که بخواد هر کسی روی به قول معروف با توهین بخواد حقش رو بگیره و حرفش رو بزنه، مثلا من الان توی انقلابا دارم میبینم مثلا خیلی جاها حالا فوش میدن، چرا اولش جالبه فلان، مثلا دولت ایران یه جورای خودم ناراحتم، شاید حالا بخوام بعد قضاوت کنم یا نتونم قضاوت درستی داشته باشم، ولی کلا اگر که هر کسی حالا نظرشو که داره میگه دیگه مردم به اینجاشون رسیده که دارن با این لحن حرف میزنن، وگرنه چندین سال قبلم توی اعتراضا میدیدید که خیلی محترمانه تر بوده، فوش اینجوری نبوده که الان داده میشه. و اون آزادی بیانه، هر جا از اون کامنت توی اینستا میخونین همه نوشتن آزادی بیان یعنی همین دیگه، آزادی عقیده یعنی همین، درسته، ولی کلا هر چیزی یه سقفی داره. من منظورم این بود. ممنون که ما رو در اختیارم گذاشتید. خواهش میکنم، ممنون که نظرتون رو گفتین. دقیقا منم با شما تقریبا موافقم، ولی خب اون جریان حالا کالیکاتور رو که من گفتم هیچ اشکالی نداره به نظر من که اون مسلمان هم بیان کاریکاتور بکشن، ولی کاریکاتور به معنای انتقاد هست، به معنای شیوهی هست که مسلمان ها بهش اعتقاد دارن، و من فکر میکنم این خیلی مهمه که ما بتونیم دین رو از سیاست اول جدا کنیم و بعد تعصب رو از دین جدا کنیم. یعنی من اگر مثلا میگم به مسلمان دین اسلام، حالا مسلمان ها من نمیتونم توهین به هیچ عنوان، من به هیچ مسلمونی توهین نمی کنم، ولی من میتونم به دین اسلام انتقاد کنم و توهین کنم، این نظر شخصی منه. و مثلا میگم حالا خانواده من که مسلمون هستن باید این فهم رو و این آگاهی رو داشته باشن که به من ایراد نگیرن، که اگر مثلا من یه چیز درباره اسلام میگم این ممکنه حالا من بمیرم خدای اون ور باشه یا نباشه، اون میتونه منو مجازات کنه، پدر من حق نداره منو مجازات کنه. من حالا منظورم از انتقاد و کالیکاتور این بود، و اینکه ما توی به خاطر همین دیگه مثلا به کشورهای آسیایی میگن جهان سومی، چون خودشون حالا اون داستان میگم حرف از همه جا میزنیم، اون داستان میمونا که میکننشون توی اتاق یه موز میذارن بالا آب جوش میریزن و نمیدونم همدیگر رو میزنن که کسی نره اون موز رو برداره، دقیقا همین شده. الان اون تعصباتی که توی دین به وجود اومده باعث شده که جهان سوم و جهان اول اتفاق بیفته. شما اگر توی یک کلیسا برین پیام های ضد مسیحیت بدین، هیچ کس الان ها، من 100 سال پیش رو نمیگم، 100 سال پیش همین مسیحی ها مردم رو آتیش میزدن، یا یه گربه از جلوی خونه رد میشد میگفتن این نحسه یا جادوگره، آتیشش میزن. ولی طی 50 سال ببینید یا 100 سال یا 200 سال چقدر اینا رشد کردن، و این فقط به خاطر این بود که تعصب رو گذاشتن کنار، به قولی اون حق آزادی بیان، به اون حق عقیده آزاد اعتقاد داشتن، تعصب رو گذاشتن کنار و پیشرفت کردن. و ما هم همینه، و اون آزادی بیان یعنی آزادی بی قید و شرط، یعنی اینکه من اگر دوست دارم یه چیز بگم توهین به شخص نباشه میتونم انجامش بدم. حالا میگم اسلام بحثش جدا است چون یک دینه و همه میتونن آزادی عقیده داشته باشن، ولی من نمیتونم به مسلمونا مثلا به یک مسلمون یه توهین زشت بکنم، این حق و اجازه رو ندارم، ولی به اسلام میتونم، به پیامبرش میتونم، چون مبلغ بودن، چون اسلام از اونا نشأت میگیره، ولی اسلام از مثلا یک فرد شخص ثالث نشأت نگرفته، از اسم خدا یا همون الله بوده و محمد که حالا پیامبرش بوده. آقای رضای شایان شما دست بلند کردید و بعد از ایشون آقای طالب زاده، بفرمایید، مایک به شما هست. سپاس شما یگانه عزیز، به مطالب واقعا خیلی خوبی اشاره کردین. اول از همه میخواستم به همون قانون اساسی خود جمهوری اسلامی که گفتین اشاره کنم. اصل 24 قانون اساسی جمهوری اسلامی اینو میگفت که نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادن، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین میکنه. یک حکومتی که اسم خودشو میذاره جمهوری و اسلامی، اصلا اینا با هم به نظر من مغایره. جمهوریت یه چیز جداست که هیچ دخالت و مبنایی دین درونش نمی کنه، مثل خیلی از کشورهای
اروپای غربی، جمهوری چک و غیره، اون جمهوریت بیان میکنه که تمام افراد و اشخاص با هم میتونن مطالبه داشته باشن و راجع به دین نظری ندن. اما متاسفانه این جمهوریت و این اسلام باعث شده که کشور قانونگذاریش به سلب و سوی دیگه ای بره. و این موردی که فرمودین، بله دقیقا درسته. واقعا اون مبلغ دین باید مورد انتقاد قرار بگیره، نه فردی که خب بالاخره بعد از 5 سال 10 سال به مطالبی بوده، خونده، شنیده، دیده شده، اون که سزاوار این دشنام و توهین نیست. ولی اون مبلغ دینی که اینو عنوان کرده و یک سری افرادم از اون نشأت گرفتن باید مورد انتقاد قرار بگیره و اگر نتونه اینو جواب بده باید یک جورایی یا سلب مسئولیت کنه یا به قولی تحت تحریم قرار بگیره دیگه، نمیدونم اینو چجوری عنوانش کنم. و این بحث دشنام در کشور به این درجه رسیده، من به نظر شخصی خودم اینجوریه که به این حدی که رسیده که این فشار و گستردگی مردم از نظر اقتصادی و از همه نظر به این درجه اونا رو رسونده و این حکومت اگر میخواد بمونه یا باید امتیاز بده به این مردم و یک سری آزادی های اجتماعی رو گسترده تر بکنه یا بالاخره به پایان خودش سلام کنه. ممنون از شما. دقیقا من با خانم مشرف تو این یه مورد موافقم، چون حالا اون فوش دادن و اون اتفاقاتی که میفته درست انتقاد هست، ولی خب باز بر میگرده به فرهنگ ایرانی ها، چون حالا همیشه ما دم از فرهنگ زدیم، شعر و ادب زدیم. فکر میکنم حالا این کلماتی که به کار برده میشه درست لایق جمهوری اسلامی هست، ولی خب یکم دور از ادب یا دور از فرهنگمون هست. ولی خب اونم جای خودش هیچ اشکالی نداره، میتونن بگن نظر شخصیشونه و به قولی توی هیچ کدوم از دوره ها و اون اعتراضاتی که اتفاق افتاده، توی آبان ماه اتفاق افتاد، هیچ کدوم از این جور حرفایی که توی این انقلاب داره زده میشه زده نمیشد. پس این نشون میده که مردم دیگه واقعا دیگه کاسه صبرشون لبریز شده و وقتی کاسه لبریز میشه همه اتفاقی امکانش هست که بیفته. آقای طالبزاده بفرمایید، مایک برای شما هست. نظر من در این مورد هم به نظر شما نزدیک آقای یگانه، چون من مخالف اینم که من آزادی رو بیام شرطی کنیم، چون اینجوری بعد دوباره یک حکومت جمهوری اسلامی مانندی میاد که میگه اینجا شما تا اینجا اجازه داری حرف بزنی، آزادی حرف بزن، اینجا مخالفم، من مشکل دارم، اینجا مغایرت داره با نظرات من. اینجوری نیست. من با آزادی بی قید و شرط خیلی نظرم نزدیکتره. میگم اگه آزادی هست، ما آزادی رو باید بی قید و شرط باشه. در بحث همین حالا به اصطلاح توهینایی که میشد توی شعارا، منم اولش خیلی مخالف بودم، ناراحت بودم، من گفتم که درست نیست اصلا این کار. ولی حالا نظر من این بودش که میگم اینم نباید یالا یه شخصی بیم، چون من دوست ندارم، من این آزادی رو نمیدم به اون طرف که بخواد بیاد تو چیز کنه. وقتی ما دم از آزادی میزنیم، هر طرف با هر نظری، با هر نوع کلمه گویشی میتونه بیاد نظرشو اعلام بکنه، حتی اگه اون توهین باشه. اون شخصی نباید بیاد اینجا شخصی به این مسئله نگاه کنه که بگه من خوشم نمیاد یا ما خوشمون نمیاد، با فرهنگ ما حالا مغایرت داره. نه، حالا برای گذار از این دوران فکر کنم این مسئله خیلی حاشیه‌ای باشه که ما اصلا بخوایم بهش فکر کنیم یا بخوایم اصلا زوم بکنیم. ولی در کل من با آزادی بی قید و شرط خیلی بیشتر موافقم تا بگم آزادی تا اینجایی درسته که توهین نشه، تا آزادی تا اینجایی درسته که کسی رو ناراحت نکنه. نه، این نظر منه، حرف منه، باید این آزادی رو داشته باشم که بیان بکنه، حتی اگه کسی خوشش نیاد، حتی اگه کسی ناراحت بشه. دقیقاً اون وقتی که یک جامعه به نظر من اونقدر پیشرفت میکنه و به سطح آگاهیش میرسه که خودش خوب و بد رو تشخیص بده، من فکر میکنم که این آزادی بی قید شرط به قولی کارساز میشه و نتایجش دیده میشه. شما ببینید مثلا الان توی حالا غرب و اروپا همه نوع گروهی هست. حالا از توی موسیقی بخواید نگاه کنین، از باب موسیقی اگر بخوایم بهش نگاه کنیم، خب ما مثلا موسیقی راک داریم، همه موسیقی راک گوش نمیدن،
یا مثلا موسیقی متال داریم، فقط یه گروه خاص میرن سراغش. ممکن نیست شما مثلا توی هر خونه یا توی گوشی موبایل هر نوجوان و جوون بخواید گوشی آهنگ متال بشنوید یا مثلا گوش کنید. یه عده خاصی دارن. این به این معناست که وقتی موسیقی آزاد میشه، وقتی اون آگاهی به قولی فراگیر میشه، دیگه همه قدرت انتخاب دارن. تو میخوای سمت چپ بری، برو، اون میخواد سمت راست بره، میره و جامعه راه خودش رو پیدا میکنه. هر کس در هر سویی که بخواد بره به نظر من آزاد میشه که بخواد بره. ولی اگر بخواد شرطی بشه، به نظر حالا شما که گفتین، ممکنه یک نفر خوشش بیاد از این و ممکنه اون اکثریت خوششون نیاد. همینطور در حالا قانون اصل 3 قانون اساسی هم همین رو گفته، در قسمت بند 2ش، بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه‌ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسایل دیگر. خب شما ببینید الان بخواید صدا و سیمای ایران رو نگاه کنید، اول اینکه کاملا یک سیستم حکومتی هست و اخبار رو به صورت دروغ ارائه میده و اخباری که همچنین از خارج میاد، اصلا اخباری که در رابطه با اون موضوعی که جمهوری اسلامی میخواد دربارش صحبت کنه نیست. یه ورزشکار مثلا اومده یه نظر خاص در مورد یه موضوع خاص داده، بعد جمهوری اسلامی اومده گفته که آره این، بدون اینکه حالا توی پس زمینه صدای اون ورزشکار رو پخش بکنه، گفته که مثلا آقای فلانی در رابطه با اسرائیل گفته که کشور قاصب و خونخوار و فلانی است، من اصلا کنار پرچم اسرائیل وای نمیزنم. وقتی شما میبینی اون مصاحبه ورزشکار رو میبینی، حالا به زبان انگلیسی یا هر زبانی که ترجمه شده باشه، میبینید که اصلا اون در این باره صحبت نکرده. یعنی مشکل ما اینجاست که اون آگاهی رسانی و اون قانونی که توی خود ایران باید اجرا بشه اجرا نمیشه و شهروندان اونقدر آگاه نشدن و اونقدر به قولی مشتاق نشدن به این که به عنوان یک شهروند حق و حقوق خودشون رو بخوان پرسجو کنن، بخوان در موردش حرف بزنن و مثلا توی، حالا من نمیخوام بگم جمعیت حق‌خواه و جمعیت حقوق بشری ایران کمه، نه کم نیست، ولی اون کسایی که دارن الان زجر میکشن تو ایران و به صورت مستقیم حرف میزنن، تعدادشون یکم شاید کمتر باشه از تعدادی که قانون رو میدونن، موافقش هستن و دست روی دست گذاشتن. شما ببینید الان مثلا حسین رونقی یکیش هست، یا مثلا نسرین ستوده یکیش هست، یا داریم تعداد خیلی زیاد داریم، ولی این تعداد باز انگشت شمار هستن. حسین رونقی مثلا اومده درباره قانون حرف زده که آقا شما وقتی اینو میگین چرا اینو اجرا میکنین، چرا این اتفاق میفته. بفرمایید خانم مشرف، مایک برای شما آزاده. زنده باشید. اینجا با شما میرسم به یه نقطه مشترک، دقیقا همینی که یکی آگاهی رسانی درست انجام نشده و یکی محدودیتی که دولت جمهوری اسلامی گذاشته باعث میشه که مردم به خاطر اینکه میخوان حقشون رو بگیرن، وقتی میخوان به قول معروف با یه آزادی، کوچکترین آزادی بهشون داده بشه و صحبت بکنن و نظرشون رو بگن، از خشم استفاده میکنن و روش‌های دیگه. در حالی که طبق مثال خودتون اگر اینجا بری توی یه کلیسا حتی فوش هم بدی، همه اهالی و مثلا اعضایی که توی اون کلیسا هستن، حالا حتی مردم عادی باشن، فقط نگاهتون میکنن، چون اونها با مقوله آزادی بزرگ شدن، چندین سال دیگه براشون جا افتاده و این امکان رو به قول معروف از بعد و تولد داشتن، یه چیز عادیه، ازشون محروم نشده بوده. ولی مردم ایران چون که یه چیز محدودیت میگن تو هر زمینه‌ای به قول معروف خراب کننده و تخریب کننده است، دقیقا همینه. چون مردم هیچ وقت این آزادی رو نداشتن تو کشور ما، وقتی یه کوچکترین آزادی بهشون داده بشه به خاطر اینکه اون حق رو بگیرن، نمیدونن اصلا چجوری باید درست رفتار بشه یا برخورد درستش چجوریه. تو میتونی خیلی جاها حتی با آرامشت یا سکوتت میتونی طرف ها مثلا اصلا اون حرفشو بزنه، تو هم با سکوت خودت حد نظر خودتو تایید کردی. مثلا رفتارهایی که اینجا میبینی، مسلمونا میان تو خیابونا حتی شعار بدن یه چیزی، مردم فقط نگاه میکنن، در حالی که اینا میتونن جبهه بگیرن، ولی اینها به اصل آزادی بیان تو زندگیشون به صورت عملی دست پیدا کردن، نه فقط حرف. ما تا کشورمون بخواد به اون آزادی عملی برسه
طبق گفته شما دقیقا یه زمان طولانی برای آگاهی رسانی و اینکه اصلا آگاهی چی جوری هست، شما حق دارید درسته، ولی باید اینجوری رفتار کن. آخه این چه رفتاریه؟ این میتونه تاثیرگذار باشه به نظر من. ممنون از شما. دقیقا همینه، ما مشکلمون اینه که حالا علاوه بر این که آگاهی رسانی کم هست و اشتیاق مردم برای دونستن حق خودشون و آزادی بیان به واسطه مشکلاتی که در ایران وجود داره، واقعا مشکلات معیشتی در ایران کمرشکن است و نمیشه ازش چشم پوشید. ما اول باید آگاهی رسانی کنیم و بعد ترس مردم ریخته میشه. ترس مردم چجور ریخته میشه؟ اگر یک نفر مثل حسین رونقی، مثل نسرین ستوده، مثل هزاران فعال حقوق بشری که توی ایران دستگیر شدن، ازشون حمایت کنیم و باعث بشیم که آزاد بشن، حالا جلوی زندان ها تحصن کنیم، مخالفت های مدنی انجام بدیم، وقتی اینا آزاد میشن ترس مردم خود به خود ریخته میشه و وقتی ترس مردم ریخته بشه اون مطالبه گریه میاد جلو. یعنی ما تا آگاهی رسانی نکنیم، ترس ریخته نشه و اون مطالبه گری اتفاق نیفته، متاسفانه توی کشورهای ما دقیقا همیشه این حق آزادی بیان سلب میشه. آقای رضای شایان بفرمایید، مایک برای شماست. سپاس از شما آقای یگانه عزیز، دقیقا مطلب درستی رو عنوان کردین، ولی به نظر من جز این آگاهی رسانی نیاز به اون فرهنگسازی ریشه‌ای هم داره که این فرهنگسازی ریشه‌ای اون فرزندان ایران رو از همون نوجوانی و جوانی نسبت به این آزادی آگاهشون کنند. از یک طرف دیگه خود دستگاه پروپاگاندای دولت ایران و اشخاصی که داخلش هستن، اونا هم میدونن که حتی با این تحصن جلوی زندان و آزاد کردن یه سری زندان‌های زندانیایی که فعال مدنی هستن یا فعال حقوق بشر هستن، باعث میشه این جمعیت گسترده تر بشه. پس در نتیجه اونا هم فکر کنم یه نقشه ای دارن که ما چیکار کنیم این ترس توی وجود مردم بمونه و برگردن به خونه هاشون و این گسترده تظاهرات بخوابه. پس من بدونم نظر شما چیه؟ چجوری میشه این تصمیم اونا رو که میخوان برای این ریختن ترس مردم انجام بشه، چجوری میتونیم تصمیم اونا رو خونسا کنیم؟ به نظر من سوال خیلی خوبیه، ولی خب جواب دادن بهش یکم مشکله، چون دقیقا این فرهنگ سازی خودش حداقل 30 سال زمان میخواد، 30-40 سال زمان میخواد. شما ببینید اول انقلاب، زمانی که حالا اون کشتار 67 اتفاق افتاد، خب خیلی از حزب توده‌ای ها، خیلی از حزب دموکرات ها، پادشاهی ها، همه خب اعدام شدن. ولی ببینید اون موقع جمهوری اسلامی چه کار کرد؟ اون موقع خمینی اومد یه سخنرانی انجام داد و گفتش داشته باشیم، یک محافظ اسلام داشته باشیم. نتیجهش این شد که حالا شاید فیلم ها رو دیده باشین، یک مادر که پسرش جزو حزب توده بود و شاید یه جوانش 27-28 ساله بود، رفته بود به کمیته یا به اون سپاه پاسداران لو داده بود، گفته بود پسر من حزب توده ای است. روز اعدامش مادر رو آوردن پای چوبه دار، مادره میگفتش که چون تو گناه کردی و بر خلاف اسلام عمل کردی باید مجازات بشی، من از خدا میخوام که تو رو ببخشه. و خیلی مغرور بود به اینکه خودش پسرش رو تحویل جمهوری اسلامی داده و جمهوری اسلامی در ملأ عام اعدامش کرد. این فیلم به قولی خیلی تأسف باره که هنوز توی اینترنت هست، میشه دست پیدا کرد بهش. ولی به قول حالا فکر میکنم از ارسطو پرسیدن یا از سقراط پرسیدن که چجور میشه این ترس رو، این به قول این اتفاق رو، چون از همون زمان ها بوده، دیکتاتوری یه چیز نیست که امروز و دیروز و شاید 100 سال قبل بوده، از ورود جامعه، از زمانی که مردم با هم تشکیل یک جامعه رو دادن همیشه دیکتاتوری بوده. میپرسن که
چطور میشه ظلم برکنار بشه، چطور میشه که ترس از بین بره. میگه در اون زمانی که اون کسی که مورد ظلم قرار واقع نشده همونقدر ناراحت بشه که اون کسی که مورد ظلم قرار گرفته. یعنی ما باید همونقدر درد داشته باشیم که مهسا امینی درد داشت، ما همونقدر باید درد داشته باشیم که نیکا درد داشت. اون تیر رو توی سینه خودمون هم احساس کنیم. وقتی جامعه به این سمت بره، وقتی که ما فقط نظارگر نباشیم، وقتی که گشت ارشاد میاد یک زن رو میزنه، به جای اینکه فیلم بگیریم، شاید مثلا اون زمان که اون اتفاق میفته و گشت ارشاد یه خانم روی زمین میکشه تا ببره سوار ون بکنه، حداقل شاید 10 تا مرد باشن و توی اون ون دو تا همیشه مأمور مرد هست، دو تا زن، یعنی اینا 4 نفر هستن. وقتی که اون 10 نفر مردی که دارن میبینن، و یا فرق نمی کنه خانوم هم به قولی جز اون جامعه، زن و مرد جز جامعه ایران هستن، اون 10 نفری که اطرافش هستن به جایی که زیر چادر زیر مقنعه فش بدن و یا یکی فیلم بگیره ازشون، برن و جلوشو بگیرن. اون زمان هست که ما میتونیم توی مسیر آگاهی حرکت کنیم، توی مسیر حرکت کنیم که ما هم به عنوان یک شهروند حق داریم که تصمیم بگیریم، حق داریم که در مورد آزادی عقیده، آزادی پوشش، آزادی بیان خودمون حرف بزنیم. این نیست که فقط یک نفر اگر اومده یک قانون رو گذاشته که 40 سال پیش بوده، هنوز به همون قانون باید اجرا بشه، رفتار بشه و عمل بشه. من فکر میکنم آره اونقدری ما باید مسئولیت پذیر باشیم توی جامعه که بتونیم در مورد هر اتفاق کوچیکی که حالا میگم یک خانوم رو کشیدن روی زمین و توی ون بردن، اتفاق کوچیکی نیست، ولی حتی اگر یک کودک که کار آزار میبینه، به همون قدر ما اگر آزار ببینیم میتونیم که رو به سعادت اون جامعه حرکت کنیم و پیشرفت کنیم. دوستان باز در مورد حالا آزادی بیان، اگر که تجربه‌ای دارین، اگر که سوالی دارین، اگر که مطلبی دارین که میخواین اضافه کنین، خوشحال میشیم صداتون رو بشنویم و در این مورد صحبت کنیم. حالا تا دوستان مهمانان عزیزمون بخوان مطلبی رو اگر دوست داشته باشن اضافه بکنن در رابطه با به قولی اصل 23 قانون اساسی، من یه مطلب دیدم که نوشته بود تفتیش عقاید ممنوع است و هر کسی را نمیتوان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تجاوز و مؤاخذه قرار داد. خب این باز میگم حق آزادی عقیده و حق آزادی بیان هر دو مکمل هم دیگه هستن و اگر آزادی عقیده باشه باید آزادی بیان هم باشه. شما اون عقیده‌ای که دارین باید اون آزادی رو داشته باشین که بخواین در موردش حرف بزنین رو بیان کنید. اگر که در این مورد هم مطلبی دارید دوست دارید اضافه بکنید، مخصوصا در رابطه با آزادی عقیده ادیان، خیلی مطلب هست. من فکر میکنم یکی از گزارش هایی که حالا فعالین حقوق بشر آماده کرده بودن و پخش کرده بودن در رابطه با بهایی بود که توی شمال ایران، توی شهرهای شمالی ایران و توی کاشان بودن که زندگی هاشون، میدونید که بهایی ها حالا از نظر دین یا مذهب شیعه، خب من حتی خجالت میکشم این جمله رو بگم، نجس خطاب میشن و داد و ستد با اونا، دست زدن به اونا ممنوع است از دید مذهب شیعه متاسفانه. بعد خب توی قسمت کاشان یک روستایی هست که حالا اسم روستا رو نمیبرم، ولی یه تعداد بهایی اونجا به قولی تبعید شدن و اونجا زندگی میکنن. امرار معاششون از طریق گلابگیری هست، با یک زندگی بسیار 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 ابتدایی و بسیار فقیر هم هستن. چند وقت پیش از طرف جمهوری اسلامی اومده بودن تمام درختاشون رو بریده بودن، گلابهایی که از سال قبل گرفته بودن همه رو از بین برده بودن، ریخته بودنش توی فاضلاب و بهشون گفته بودن که شما اجازه ندارید این گلابها رو بفروشید به مسلمانان و از زندگی ساقطشون کرده بودن و بهشون گفته بودن که شما بهایی هستین، اسرائیلی هستین و باید برید به اسرائیل. و اون خانومه، حالا گزارشی که ازش بود،
خانومه میگفت من اصلا اسرائیل رو نمیشناسم، اسرائیل کجاست، من برای چی باید برم؟ یه خانم شاید 60-70 ساله بود که مثلا چجوری باید برم اسرائیل، من که اسرائیلی نیستم، من اینجا به دنیا اومدم، اینجا زندگی کردم. و من در رابطه با همین آزادی عقیده که مربوط میشه به آزادی بیان، شما ببینید مثلا جمهوری اسلامی تا کجا پیش رفته. خودشون در اصل 23 قانون اساسی گفتن تفتیش عقاید ممنوع، ولی از اون بابت دوباره حمله میکنن به ادیان مختلف، پیروان ادیان مختلف در ایران، و اونها رو مجبور میکنن به کارهایی که دوست ندارن، تبعیدشون میکنن و آزادیاشون رو ازشون سلب میکنن، که اینم خودش باز جای تأسف داره که ما خودمون چون توی مرکزیت قرار داریم، مرکز ایران مثلا قرار داریم، توی یا به واسطه اون دینی که شاید اگر انتخاب با ما بود انتخابش نمی کردیم، ولی توی فامیل، توی خانواده شیعه به دنیا اومدیم یا اهل تسنن به دنیا اومدیم، هیچ مشکلی برامون پیش نمیاد و برامون هم شاید اهمیت نداشته باشه یا اصلا ندونیم. توی ایران من فکر میکنم توی ایران حالا اول انقلاب که خونهاشون آتیش میزدن، میکشتنشون، خب اون مشخص بود، ولی خب بعد از انقلاب تقریبا 20-30 سال بعد از انقلاب اونها رو محدود کردن، هم زرتشتیا رو، هم بهائیان رو، هم حالا بخشی از یهودیان رو، به قولی اونها رو محدود کردن، تبعیدشون کردن به استانهای مختلف که بتونن هر کاری میخوان انجام بدن و هیچ کس از این داستان مطلع نشه. که آقای نوریزاد بود یه گزارش هم ایشون تهیه کرده بود از بهائیان که چه اتفاقاتی براشون میافته. من فکر میکنم که تا همینجا حالا اون چیزایی که آماده کرده بودم در رابطه با حق آزادی بیان گفتم. اگر که دوستان باز در این باره در رابطه با حق آزادی بیان و حق آزادی عقیده به مطلبی دارن، لطفا دست بلند کنن و صحبت کنن در این رابطه که ما به غیر از حالا این صحبتهایی که انجام دادیم چطور میتونیم این آزادی بیان رو، این حس شهروندی رو در ایران زنده کنیم و به مردم ایران بقبولونیم که به عنوان یک شهروند مالک ایران هستند و حق دارن که از حقوقشون دفاع کنن و به قولی در این باره صحبت کنن. زنده بودن و زندگی کردن دو معنای مختلف هست که ما متاسفانه در ایران هیچ اهمیتی بهش نمیدیم و سعی بر این هست به خاطر شرایطی که جمهوری اسلامی برای ما به وجود آورده فقط بتونیم زنده بمونیم و در رابطه با حقوقی که داریم هیچ گونه اطلاعاتی نداشته باشیم. اگر که دوستان در این باره مطلبی میخوان اضافه کنن خوشحال میشیم که صداشون رو بشنویم. در غیر این صورت بفهمید خانم مشرف. سلامت باشید. این چیزی که شما گفتید من رو یاد یه مسئله انداخت که تو زندگی شخصی من اتفاق افتاد و میتونم به طور قاطع بهتون بگم که محیط تنها چیزی که میتونه افکار شما رو تغییر بده و شما رو به این باور برسونه که تصمیمی که دارید میگیرید درسته یا نظری که داری و بهش معتقد هستی و اینقدر روش اصرار داری درست هست یا نه، محیط هست. شاید اصلا برای هیچ کس قابل باور نباشه، ولی من سالهای دبیرستان تا اوایل دانشگاه شاید بگم جز یکی از همین فاتیا بودم. یعنی تا این حدی که روزه میرفتم و دعا میکردم مادرم بذاره من چادر سرم کنم. خوشبختانه تو خانواده من تا حالا چه چادری که میخواستم باشم یا تو گروه تواشی بودم و قرآن و این چیزا بودم، نه به من میگفتن، در حالی که هیچ کدوم از خانواده‌ام اصلا اعتقادی به این چیزا نداشتن، ولی مانع منم نمیشدن. تا اینکه من رفتم دانشگاه تو این تصوراتی که شما الان دارید از ارزشی‌ها و این سری افراد ببینید برای من قابل درکه، چون من دقیقاً نه کسی تو ذهن شما میکنه نه کسی اشاره مستقیم بهش میکنه که اینا چیزن، یه چیزیه که انگار باهاتون چی بهش میگن عجین میشه. و من یادم نمیره هیچ وقت که داره میگید عقیدتون چجوری ممکنه تغییر بکنه مگر اینکه خود اون شخص محیطش به کل تغییر بکنه. من یادم میاد دخترها توی دانشگاه به حراست
به پسرها شکایت میکردن، حالا همه هم دانشگاهی تو سرویسی که برمیگشته میگفت آره حراست امروز به ما گیر داده و اینا. من خب حجابم داشتم اون موقع، دانشگاه هم حجابش چادرش اجباری بود. به دوستای خودم گفتم که این دختر دختر سالمی نیست. قشنگ یعنی جمله‌ای بود که الان دوستام هنوز به من میگن. گفتن این دختر دختر سالمی نیست، وگرنه دلیلی نداره یه خانوم بشینه برای یه آقا تعریف بکنه که مثلا حراست به آرایشش گیر داده. چرا برای یه خانوم تعریف نمی‌کنه؟ میخوام بهتون بگم در بعد چند دوستای من توی دانشگاه کسایی بودن که مثلا دخترای عادی و معمولی آرایششون رو می‌کردن، می‌رفتن می‌اومدن با پسر، یعنی جو تغییر کرد از اون محیط دبیرستانی که من بودم همه خانوم بودم. بعد دیدم نه، پسرای همکلاسی هم خیلی بیش با آقایونم حرف زد، ارتباط برقرار کرد بدون هیچ، یعنی اصلا به بد بودن نیست اون ذهنیتی که من همه خانوما رو خراب و بد میدیدم، به واقعیت اینجوری میدیدم نبود. بعد دوستامو که شناختم یا مثلا ارتباط باشون گرفتم، نه اینقدر اینا آدمای خوشنیتی هن، خیلی بهتر از مثلا اون یکی هستن که حالا چادوری با من فلانجا بوده اینا. و متوجه این شدم که نه اصلا پس به حجاب نیست، اصلا به این چیزا نیست، انسانیت خیلی مهمه. و یه چیزایی که من الان توی این اتفاقا میبینم، مثلا بعضی از خانوما میان واقعا دفاع میکنن، من حرفشون رو میفهمم، چون میدونیم هر من میگن شاید اینا مثلا چی بهتون میدن که شما طرفدار این دولتین، یه چیزیه که با ذهنشون خو گرفته. تا اگر که بیان یه مدت تو جمع آدمای عادی که به قول معروف به حجاب اعتقادی ندارن زندگی کنن، بعدم مطمئن باشید اونا هم معتقد میشن که خب نه حجاب هم میتونه انسانیت مهمه، وگرنه بی حجاب خوبم زیاد داره. اونی که شما دارید میگید، مگر اینکه این محیط به کل تغییر بکنه و یا این شرایطی که گفتید دین از سیاست جدا بشه که قانون یک کشور نباشه به اجبار، که در اون صورت افراد به قول معروف معتقد با افرادی که اعتقاد خاصی به دین ندارن یا اصلا اعتقاد فقط به حجاب ندارن، حالا دینش چی، در کنار هم آزادانه بتونن زندگی بکنن، میتونه افکارم تغییر بده که هر کسی بتونه نظر خودش هم راحت بیان کنه. ممنون. بسیار عالی، ممنون از شما. دقیقا همینجوری که شما میگید، شاید من خودم به شخصه بخوام بگم در رابطه با حالا فعالیت های حقوق بشری، قطعا من مهرداد قبل از سال 2018-19 نیستم. یعنی زندگی من کلن با آشنایی با کانون دفاع از حقوق بشر عوض شد وقتی که برای بار اول، خب اون زمانی که من تازه اومده بودن تمام 30 ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر رو توی کانون نوشته و الان هم توی اساسنامه هست، هر کسی بخواد میتونه دسترسی بهش پیدا کنه. 30 ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر رو نوشتن و بعد تمام قوانین حالا قانون اساسی ایران رو که ربط به اون اعلامیه میشه، ربط به اون ماده اعلامیه میشه رو زیرش به صورت طبقه بندی نوشتن. خب من قبل از دو سال 2018-19 من ندیده بودم اصلا، نه قانون اساسی رو دیده بودم نه اعلامیه جهانی حقوق بشر رو خونده بودم. اینه که من همیشه روش تاکید میکنم، میگم آگاهی رسانی خیلی مهمه. امروز من با خانواده داشتم صحبت میکردم، اگر نمیتونیم جامعه رو تغییر بدیم حداقل از خودمون شروع کنیم دیگه. با خانواده که من صحبت کردم گفتم اگر امکانش هست، حالا به خاطر اینکه دوباره مشکل مرغ و گوشت و اینا اتفاق افتاده، خواهش کردم که مثلا اگر امکانش هست هممونم خوشبختانه گروه فامیلی شاید داشته باشیم به صورت واتساپ و اینا، لطفاً توی گروه فامیل قرار بدین که حداقل به خاطر توی 2 هفته خرید گوشت مرغ رو انجام ندن تا اینکه قیمت‌ها دوباره بیاد پایین، اونایی هم که نیاز دارن بتونن استفاده بکنن و به هر حال نخرید. که اونا هم گفتن ما خودمون از طریق آگاهی رسانیه که توی اینستاگرام میشه و اعلام شده ما هم نخریدیم. خب این خودش جای خیلی خوشحالی داره که مردم میخوان که به این حرکت، به این به قول انقلاب یا اعتصاب یا اعتراض جواب مثبت بدن. یه موضوع دیگه بود در رابطه با آزادی بیان، و حالا من اون اول برنامه، اول بحث آزاد گفتم که ما باید خیلی مراقب باشیم که رسانه‌های زرد و رسانه‌هایی که برای جمهوری اسلامی،
حالا چه هوشمندانه و یا چه از سر اشتباه یک گزارشگر یا یک فعال حقوق بشر صحبت میکنه، خیلی مراقب باشیم که دنبال رو نباشیم. خودمون اول آنالیزش کنیم، ببینیم آیا این حرفی که اونا میخوان به خورد ما بدن و یا همین حرفی که من الان دارم میزنم و یا میخوام بزنم، آیا کدومش شاید بیشتر تأثیر گذاره. الان شما ببینید توی شبکه‌های مختلف، چون تبلیغ نشه اسماشون رو نمیارم ولی خب همگی میشناسیمشون، توی شبکه‌های مختلف دارن میگن که ما بازی‌های جام جهانی رو به قولی تحریم میکنیم، تیکت‌ها رو هم پاره میکنن جلوی دوربین و میندازن و این احساس مردم رو جریه دار میکنن که شما هم نرین بازی‌ها رو ببینید. خب چه اتفاقی میفته؟ اگر اونایی که حالا واقعا معترض به جمهوری اسلامی هستن و وضعیتی که الان توی ایران داره اتفاق میفته، اگر اونا رن چه اتفاقی میفته؟ یک سری افرادی که اصلا براشون اول مهم نیست که چی داره در ایران میگذره و یا افرادی که پولدار هستن و هیچ مشکلی ندارن و جزء خود سیستم هستن و در ایران هم هستن و چه بسا جمهوری اسلامی همون جور که یه مدت ورزشگاه رو برای خانوما آزاد کرده بود، خانومای چادری رو از بسیج خواهران میفرستاد که همه هم یه پرچم گرفته بودن جلوی چشماشون که مثلا حالا بازیکن‌ها رو نبینن تحریک بشن، وزیر لب آیت الکرسی میخوندن. یه تعداد اینجوری میرن. پس ما چی کار کنیم؟ حالا بریم یا نریم؟ به نظر من اگر که ما اعتقاد به آزادی بیان داریم، باید حتما تو این بازی‌ها شرکت کنیم، پرچم ببریم، پلاکارد ببریم و شعاری بدیم که به نفع جامعه است و در موردش صحبت کنیم، بگیم که درسته تو این جا اومدیم و داریم ورزش رو نگاه میکنیم ولی پیام خودمون رو برسونیم. همون جور که بازیکنان ایران توی فوتبال ساحلی یا توی بسکتبال نشسته یا به هر حال توی جاهای مختلف شرکت کردن، بازی کردن ولی به قولی شادی نکردن. اون حرکت نمایشی بازیکن فوتبال ساحلی واقعا قشنگ نشون داد که مردم در غم هستن، مردم دارن آزار میبینن. به نظر من اینو باید همیشه دقت کنیم که مطبوعات خارج از کشور چه پیامی رو میخوان به ما بدن و آیا این واقعا کمک به مردم ایران میکنه یا نه. آقای شایان بفرمایید، مایک برای شما آزاد. سپاس از شما آقای یگانه عزیز. دقیقا باهاتون موافقم. چرا؟ چون این مسابقات جامعه جهانی رو 3 میلیون نفر نمی‌بینن، 5 میلیون نفر نمی‌بینن، بالغ بر بیش از 300 میلیون نفر می‌بینن اینو. اگر با یک پرفورمنس اعتراضی و یک حرکت اعتراضی، چه از جانب تماشاگرها چه از سمت بازیکنهای تیم ملی که دروازه‌بان سابق تیم ملی که خودتون میدونید آقای سوشان مکانی مصاحبه‌ای داشتن با یکی از تلویزیون‌ها و گفتن که با بعضی از بازیکنان در ارتباطن و اونها یک پرفورمنسی رو میخوان ارائه بدن داخل زمین، میشه یک گونه ای عنوان کرد که از این طریق ما این اعتراض خودمون رو نشون میدیم و این اعتراض نشون دادن ثمره میشه که جامعه جهانی بیشتر ببینه و بیشتر این حکومت رو مورد تحریم و اذیت قرار بده. دقیقا. شما ببینید الان من چند تا فیلم هم دیدم از مردم افغانستان که اظهار تأسف کردن، که امیدواریم همیشه تو تمام کشورهای دنیا مخصوصا همسایه های کشور خودمون ایران همه در صلح و آرامش باشن، مخصوصا افغانستان که الان بیش از 60-70 سال است به این روز افتاده و مردمش واقعا آزار میبینن. ولی چندین فیلم، چندین کامنت توی فضای مجازی پخش شده که ما مهساها در افغانستان قربانی شد و هیچ کس صداش در نیامد. حالا چه اتفاقی افتاد که صدای مهسا توی ایران بلند شد و الان جهانی شده، بیش از نمیدونم حالا چند میلیون هشتگ نوشته شد در رابطه با این اتفاقی که افتاد. به نظر من مهسا خب کلن یک کلید بود، یه سویچ بود که اتفاق افتاد
نه این اتفاقاتی که الان داره تو ایران، اعتراضاتی که اتفاق میفته فقط برای مهسا امینی نیست، برای مهسا امینیایی هست که 40 و اندی ساله دارن کشته میشن برای مردم، برای مردا و برای زنان. ولی خب این حالا حمایت از توی ایران اتفاق افتاد دیگه، مردم همه بلند شدن و یک صدا جار زدن که بس دیگه کافیه. به نظر من این خیلی مهمه. حالا اگر که توی افغانستان هم مردم ریاکشن نشون میدادن در رابطه با یه خانمی بود، اسمش من تو ذهنم نیست، که توی میدون عمومی شهر کشتنش و سنگسارش کردن، اگر که اونها هم مثل ما می اومدن توی خیابون ها، خب الان این اتفاق نمی افتاد، الان طالبان برشون نبود، چون این اتفاق قبل از طالبان افتاده بود. ولی خب منظور من همین بود که توی ورزشگاه هم اگر میدیم، اول که یک حمایت از ورزشکارانمون هست که اونا به این نتیجه میرسن که مردم پشتشون هستن و دلگرم میشن و امثال ترابی ها کنار زده میشن، شاید یکی دو نفر باشن، اون مهرداد میناوند بوده فکر میکنم، اینا که وقتی کنار زده بشن و مردم پشت ورزشکارانشون باشن، اول که روحیه میگیرن، دوم یک صدا میشن با ملت. و این خودش خیلی مهمه که جمهوری اسلامی الان داره معترضین رو و اونایی که ناراحت هستن از وضعیت ایران رو عامل دست غرب میدونه. ولی خب اون پیرمرد 70-80 ساله، اون پیرزنی که با واکر اومده و مرگ بر دیکتاتور میگه تو خیابون، اون چطور میتونه از غرب تغذیه شده باشه؟ وقتی که هنرمندان، ورزشکاران و اونایی که چهره هستن در کشور حمایت مردم رو ببینن، مطمئنن دیگه جمهوری اسلامی نمیتونه اون کسانی رو که برای آزادی دارن تلاش میکنن عامل دست اسرائیل و آمریکا و انگلیس و اینا دونست، در صورتی که خود رژیم عامل دست همین غربی ها است و اینها بودن که این رژیم رو روی کار آوردن. آقای طالب زاده بفرمایید، مایک بر شما هست. جناب یگانه، من در جواب سوالی که خیلی ها در بندان افغانستان سوال میکنه و میگن که چرا اتفاق افتاده اینجوری، به خاطر یه دونه کشته شدن یه خانم توی ایران، برای افغانستان صدها از این اتفاقا میفته و چیزی جامعه جهانی اصلا ریاکتی نشون نمیده، من گزینه آگاهی و روشن شدن مردم داخل همون کشور رو خیلی مهمتر میدونم و دلیلش اصلا همین میتونه باشه. وقتی خب جامعه جهانی هم میبینه که مردم اون کشور چه آگاهی به دست آوردن و روشن نسبت به اتفاقاتی که داره داخل اون کشور میفته و کسایی که الان اینجا به عنوان مدافعین حقوق بشر خارج از ایران هستن، دیگه نمیتونن سکوت کنن، چون در مقابل مردمشون یه تناقضی ایجاد میشه اگه بخون سکوت کنن. پس این به خاطر این فرق بین دوتا جامعه است به نظر من که خیلی مشهوده و الان قابل لمس هستش. و بازم در تکمیل حرفای شما هم که شما اشاره کردین، بحث آگاهی، حالا امکان داره آگاهی محیطی باشه و توی محیط اتفاق بوده، یعنی ما با جابجایی محیط به آگاهی برسیم و یه موقعی هم هست که خود ما به این نتیجه میرسیم، به اون تفکراتی که قبلا داشتیم، عقایدی که قبلا داشتیم، از اون پیله بیایم خارج بشیم و دنبال آگاهی خودمون باشیم. و وظیفه ما که حالا نیست بیم کل جامعه بخوام چیز کنم، اولین مسئله و اولین جامعه‌ای که ما باش مقابله داریم و مواجهیم خانواده است، همون خانواده، همین آگاهی در حد خانواده هم باشه، یعنی ما قدم برداریم برای آگاهی خانواده خودمون، اون جامعه‌ای که اول باش برخورد داریم بخوایم قدم برداریم، مطمئنا به صورت تصاعدی این پخش میشه تو کل خود جامعه و خیلی مسیر رو به رشد و سرعتی پیش میگیره. ممنون از شما. دقیقا همینطوره. من فکر میکنم حالا از لحاظ بیولوژیکی اگر بخوایم انسان رو تشریح کنیم، بدن انسان و مغز انسان برای زنده موندن تلاش میکنه، چون حالا از زمانی که انسان ها به وجود اومدن، چه از بحث دینیش بخوایم نگاه کنیم، چه از بحث اون تکامل انسان ها بخوایم نگاه کنیم، علمیشو بخوایم ببینیم، بدن انسان و مغز انسان برای زنده موندن تلاش میکنه. و شما ببینید الان از وقتی که اتفاقات و اون رنگ سیاه به افغانستان پاشیده شده، اون یأس و ناامیدی که توی افغانستان هست، اگر شما از اون اولش یه انسان رو ببینید،
حالا برگردم به اون صحبت اولم، بعد از اون اتفاقات، بعد از اون حالا برهه زمانی که انسان‌ها تلاش می‌کردن که زنده بمونن، خب بعدش جامعه‌ها تشکیل شد، کشورها تشکیل شدن، آزادی‌ها اومدن و بعد شروع به تکامل کردن و اون بحث آزاد زنده موندن تبدیل شد به زندگی کردن. شما اگر افغانستان رو بخواید نگاه کنید، اگر یه بچه مثلا 60-70 سال پیش به دنیا اومده باشه، تا زمانی که فوت شده، حالا چه به مرگ طبیعی یا چه به وسیله جنگ و بمبگذاری و اینا کشته شده باشه، هیچ روز خوبی رو ندیده، هیچ رفاهی و آسایشی رو ندیده. به همین خاطره که مردم افغانستان متاسفانه توی یک سیاه‌چاله‌ای از ترس و یأس و ناامیدی قرار گرفتن و سعی میکنن که فقط زنده بمونن. شما اگر نگاه کنید، حالا اون بخشی هم که اومده خارج از اروپا شده، خارج از افغانستان شدن، فقط برای زنده موندن دارن تلاش میکنن، اینکه کار کنن و بتونن ساپورت کنن. ولی اگر این آگاهی رسانی ها، حالا خوشبختانه ما زبونمون یکی از فارسی هستیم، اگر این آگاهی رسانی ها هم به مردم اونا بشه، من خوشحالم که حداقل یه واکنش به مرگ مهسا امینی، به کشته شدن مهسا امینی اتفاق افتاد از افغانستان. حداقل 4 نفر، 10 نفر، 100 نفر، 1000 نفر به این فکر میافتن که چرا وقتی یه خانم ایرانی کشته میشه کل دنیا صدا میکنه، ولی وقتی اون خانم که حالا هیچ مشکلی هم نداشته توی افغانستان سنگسار میشه، کشته میشه و هیچ کس در موردش هیچ حرفی نمیزنه. حداقل 1000 نفر به این فکر میکنن. افغانستان هم شاید نیاز به زمان داشته باشه، ولی روزی خواهد رسید که اونا هم آزادیشون رو به دست میارن، همون جور که تاجیکستان الان این اتفاق افتاده و از زمانی که حالا این رئیس جمهورشون امام علی هست فکر میکنم اومده، اسماشون از علیوف تبدیل شده به اسمای ایرانی، تبدیل شده به اسمای فارسی. چقدر زیبا و قشنگه که این اتفاق هم توی افغانستان بیفته، پولهای ایرانی هم به جای آرم کعبه و فلسطین و نمیدونم از این آخوند پاخوندا، عکس حافظ بیفته، عکس سعدی بیفته، عکس افتخارات و مفاخر ایران بیفته. ممنونم از همه دوستان. اگر که باز مطلبی هست خوشحال میشیم صدای شما رو بشنویم و باز اگر که دوستان علاقه مند باشن بحث رو ادامه بدیم، اگر نه که میتونیم جلسه رو پایان بدیم برای امروز. بسیار عالی، من نمیبینم دستی بلند باشه. خیلی ممنون که تو این جلسه شرکت کردید. من فراخوان رو میخونم و خسته نباشید میگم خدمت همه دوستان. امروز یک شنبه 13 نوامبر 2022 مطابق با 22 آبان 1401 ساعت 15:08 به وقت اروپای مرکزی جلسه نمایندگی اروپا کانون دفاع از حقوق بشر رو به پایان میرسونیم و تشکر میکنم از منشی جلسه سرکار خانم نادیا مشرف و ادمین ها و ضبط صدا سرکار خانم لیلا رمضان و آقای سپهر رضایی شایان و دوستانی که توی جلسه ما رو همراهی کردن، نظرات خودشون رو دادن.